أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله مولانا العظیم. ترجمه: آیا چنین کسی بهتر است یا آن کسی که او در طول شب در سجده و قیام اطاعت خدا می کند و از آخرت می ترسد و رحمت پروردگارش را امید دارد؟ بگو: آیا کسانی که می دانند و کسانی که نمی دانند یکسانند؟ تنها خردمندانند که پند پذیرند. صدق الله مولانا العظیم. بیننده های عزیز، مادران، خواهران، پدران، برادران، جوانان و نوجوانان عزیز، دختر و پسر در هر کنج کنار دنیا و هر کنج کنار افغانستان که مرا میبینین، خدمت شما صمیمانه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته عرض میکنم. امیدوار استم از نعمت صحت و سلامتی کامل جسمی و روحی برخوردار و در امورات زندگی خود موفق و کامگار باشین. بازم افتخار دارم به خدا را شاکر هستم که از طریق پیشکش کردن 76مین پروگرام اسلام زن زندگی مهمان خانه های شما عزیزان گرانمایه هستم. در برنامه حاضر شخصیت نخبه، پرکار، فعال، زحمتکش، وطن دوست و علم دوست جناب دکتر صاحب جمشید رسا را با خود داریم که یک از افتخارات جامعه افغانستان و نسل جوان افغانستان هستند که با دلسوزی و احساس مسئولیت ایمانی و وجدانی و تاریخی در خدمت هموطنهای خود در شرایط حساس و بحران زده افغانستان قرار دارند. جناب دکتر صاحب جمشید رسا، حضورتان را در برنامه اسلام زن زندگی خوش آمدید میگویم. تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. ما هم خدمت شما، همکارای تخنیکیتان و تمام هموطنای خوب و بزرگوارم سلام احترام تقدیم میکنم و بالمقابل ما میخوایم از شما سپاسگزاری کنم. شما بسیار انسان زحمتکش و انسان دلسوز و مهربان هستین و تقدیم کردن 76 برنامه کار ساده نیست و همیشه برنامه تان پر معلومات، پر خوبی و یک نیت نیک شما در قبال وطن و مردم دارین که ما افتخار میکنم. از خداوند لحظه لحظه را براتون ثواب میخوایم و تمام امو خوبی و وطن دوستی و مردم دوستی و خدا پرستی را آدم در کلامتان، در برنامهتان میبینه و افتخار میکنم که شما یک دوستی برنامهتان برای ما فرصت دادین. زنده و سلامت باشین. خواهش میکنم جناب دکتر صاحب. خداوند زحمات همه ما و شما را به دربار خود قبول بگردانه. قبله مده که از آثار خود به نام فتاوی ضروری اصلی مطابق مذهب حنفی بسیار زیبا نوشته کردن، یک بخش شکم بر شما میخوانم که بسیار مهم است که دمی عصر و زمان که ما و شما تلاش میکریم در حقیقت بسیار یک تشبیه زیبا میکنن. آیا به همین کلمه متکی شده دست دیر علاشه بنشیریم که آخر زمان است؟ یعنی اقلا به ادناترین فعالیت نپردازیم. شاید شما بگویید که این فعالیت به مقابل آنقدر به حد خیلی ناچیز است که مؤثر نمیگردد. ما هم به این حقیقت اعتراف داریم، بلکه برای موجزترین مثال به این مطلب عقیده مندم که این عمل و یا غیره مساعی علمای وقت را میتوان مانند ریختاندن مشت ریک در مسیر سیلاب مدهش جهالت که روان است تصور کرد.
آیا این اندک چیز گمان آیا با این اندک چیز گمان پیشروی یا پیشگیری همچو سیلاب را میتوان برد؟ نه هرگز. اما سعی و فعالیت به سعی و فعالیت مأموریم، ولی مژده میدهم که این مساعی به شرطی که به اتحاد نظر از قلوب اهل ایمان با درد و با ذوق یکسان چشمه بگیرد، سرچشمه بگیرد و لا که ضایع نشود و به زودی به چنان فتح اهل فعالیت روبرو شوند که در مسیر تاریخ برای آخرین بار تحولی وارد کنند که در آثار ماضی و مستقبل نظیرش دیگر مشاهده نشود و نشده و نشود. انشاءالله که مساعی ما و شما مشترک است. همه ما و شما دلسوزی داریم برای فردای افغانستان. ما که نسل سوخته یعنی عق امو که بالای ما صدا کنیم که واقعا یک بینش و نظر خوب داشتن، خداوند روحشان شاد و آرام داشته باشه و خوشبختانه مثل شما بزرگوارای به جایشان مانده که امو پرچم و علم نگاه کردین و امی که در یک دنیای آشفته خواهر گلم که وقتی کل اکثریت ما بگویم، یعنی وقتی اکثریت میگم بالای 90% افغانا را میگم، متاسفانه درگیر چیزایی هستیم که در آرامترین شرایط هم نباید باشه. یعنی ببینین امو خوبترین رویاترین آلت در افغانستان فکر کنین که نان باشه، آب باشه، از معدن استفاده شه، جنگ نباشه، کل آرامی هم باشه، باز هم امقه که ما درگیر وقت ضایع کردن هستیم نباید باشیم. اما در این شرایط که هیچی سر جایش نیست، ما حتی از خواب و خوراک خود کم کنیم برای آبادی وطن خود فکر کنیم. اما متاسفانه شما مردم ما را میبینین درگیری چی از خواهر گلمی، درد مشترک ماست، کسی را خفه نسازم، ولی شما فقط یک دفعه یک ملتی را تصور کنین. امی قایده مثلا من 5-6 موضوع را میگم، شما در هر گوشی دنیایی را تطبیق کنین و ملت در بدر است. اگر شما هم یک نفری را در سر سرک پرسان کنین، حتی اگر سواد خواندن نوشتن هم نداشته باشه، بگوین من یک مردمی را میشناسم که بالاتر از 90% درگیر کینه، تنفر، برادرکشی، ویرانی، یک تعداد زیادش درگیر برنامه های لهو و لهب، درگیر وقت ضایع کردن، درگیر غیبت کردن، این همه که یک مجموعه است و یک فیصد وقت خودم به خاطر وطن و مردم خود نمیمانه. اما تو ملت چی شوه؟ هر کسی باشه میگه اما تو ملت تباه میشه. و امی همیشه ما گفتیم که مادر عزیز، پدر عزیز، برادر گلم، لطفا از هیچ کس گله نکنیم. ما به خدا حق گله نداریم از هیچ کس، نه از همسایه، نه از ابر قدرتا، نه از خدا گله کنیم که خدا چور سر ما. خیر سر کی؟ سر اون ملتی که زحمت میکشه، کار میکنه، تلاش میکنه، با سواد از کلشان. ما خب بیشتر ما حتی سواد خواندن نوشتن نداریم که امروزه تنها خواندن نوشتن شامل سواد نمیگیرن، یک سلسله معیارایی است برای با سواد بودن در دنیای امروز. متاسفانه خواهر گلم شما ببینین، من یک درد دیگر بر شما بگویم، شما چون از خارج هستین میتونین از یک دید کلانتر و وسیع‌تر ببینین طرف وطن ما. یک تعداد جوانای ما دمی گدودی های آخر به نام از اینکه ما جوان نخبه هستیم اینجا جان ما در خطر است رفتن بیرون. آرزوی ما این بود که اینا به یک جایی که میرسن به خیر آرام میشن. دعا کردیم که کل وطنای ما به خیر برسن هر جایی میرن. اول خیلی کاش مشکل نباشه، کس مهاجر نشه، مسافر نشه، چون مهاجرت در هر حالتش سختی خود داره. مثل کندن یک درخت از یک جای به جای دیگه بردن، معمولا درخت خشک میشه، با او آب و هوا سازگاری نمیداشته باشه. دعا اولی دعا که کس به جای نشه، بعدش که حرکت میکرد میگفتیم خداوند هر کس به جایش برسونه. ولی آرزوی ما این بود که جوان ما کنجه بره، اولین کاری که میکنه با فکر از این میشه چطور تو یک سیستم درسی خوب جور کنه. بله، یک لحظه میبخشین دکتر سیب بچه بچرا خوب ترسیم تالی پس خوب بله. شد محصر. بله محصر ادامه میتون خوش بکن بفرمی. ما فکر میکردیم که اینا جای به جای شون. اولین گپ از این شانی میگرده که ما برای کسایی که در داخل افغانستان است و سیستم درسیشان چطور کمک کنم، با کدام سیستما و سازمانا در اونجا گپ بزنیم که امکانات درس خواندن
فراهم شود برای کسایی که باقی مانده، چطور برنامه خوب بسازیم، چطور آگاهی دهی بدیم، چطور انگیزه بدیم برای کسایی که مانده. اما متاسفانه خواهر گلم، کسایی که اونجا رفتن کلشان باز درگیر بیهودگی است، برنامه می سازن. شما تصور کنین عنوان برنامه را، مصاحبه با کاکای چرسی. شما میرین در خارج یک افغان چرسی را پیدا میکنین، امرایش مصاحبه میکنین، این چی نوع الگو برای دیگر ها باشه، برای جوان و نوجوان باشه. کم چرس میکشیم که یک تا چرسی دیگر را اونجا شما امرایش مصاحبه میکنین. من نمیفهمم امی آدم انگیز چی است؟ آیا خدا به یادش نمیه کمی از نظر خدایی همی چی نوع برنامه است؟ من جور میکنم مردم نمیه بر چی، بر شهرت میکنن، بر پول میکنن. من نمیفهم ایران میمونم. کفترهای فلانی، کفتر جنگی های فلانی، شوروا پختن با فلانی، رقص فلانی با فلانی، یعنی درد از این ملت، یعنی کل چیز خلاص شده. خواهر گلم، من زندگی را میفهمم، تفریح را میفهمم، نیاز تفریح را میفهمم، کلش بلد هستم. دقیقاً مطالعه میکنیم، همین کار ماست. ولی بعضی وقتا خواهر گلم شرایط اضطراری میباشه. بر هر هموطنم میگم، مثال میگم، در یک خانه اولاد یک پدر مادر مریض باشه، بله، مثلا بگه ای سرطان خون داره یا تکلیف قلبی و جگر، آیا پدر مادر هنوز مستی میکنه، خیزک میزنه، رقص میکنه، یعنی کلی چیز فراموش میکنه، به ای اولاد خود میرسه، حتی اشتیاهش بند میشه، حتی خود خراب میشه که من اولاد ما چطور کنم. اگر هر افغان احساس داشته باشه امروزه، اگر دلش نمیتپه برای مردمش، اگر خواب شب نارامی در ذهنش نمیه که چطور میشه وطن، همین سوالش صبح که بیدار میشه اولین سوال به ذهنش نمیه که من برای مردمم چی کرده میتونم، برای وطن چی کرده میتونم، او افغان سر افغانیت خود، سر اسلامیت خود شک کنه. خواهر گلم، متاسفانه شما میبینین یکی از بدبختی هایی است، یک باوری در ذهن ما انداختن که ازی کلا در کشور ما بمی اتم میفتید آسانتر بود. بله، و او باوریست که ولی این وطن جور نمیشه. شما بله. دیگه این فاتی های وطن بخوانین. یا بله. باور دوم غلط، این تنها به ما جور نمیشه. این دو تا دلیلی که هیچ کس نخواه اقدام کنه، والا جور نمیشه، جور نمیشه، من چی کنم و با من نمیشه، من برم بشینم، خودت هم بری بشینی، 36 میلیون میریم خرا خو میکنیم، میگیم با من نمیشه. بله، راست میگی. بیا شروع کن، باز به دلیل غلط هم میگیم با یک گل بهار نمیشه، فیض بهار نمیشه، یک گل خو میباشه. بله، تو بترام نیست، شروع کن می با خدا. بله. کل ما به جای برنامه‌های مزخرف خود و فکر آبادی باشیم. فقط افغانا بگوید که ما غیر برنامه علمی و خوب دیگه چیزی تهیه نمی کنیم. ما قسم می خوریم که مردم بیدار میشه، خبر میشه، یاد میگیره. اما متاسفانه شما یک دفعه خواهر گلم باز تصور کنید در یک ملتی که نیم مردمش گرسنه است، در هر خانه یک فاتحه و جنازه است، در هر خانه یک ماجرت است. من در ماینه خانه خود میبینم شوهر رفته، زن بیچاره همینجا مانده مریض است، مادر رفته اولاد خود مانده، خانم رفته شوهر خود مانده. بله، کلی جگر خون است، یکی نان خوردن نداره، یکی اولادش غرق شده. مثلا مثال بر شما بدم که شما عکسای فراوان دیده، همین یک کسی زنگ زده گریه میکنه، میگه یک از دوستای ما خانمش خودش بچگکش میرفتن از رای ترکیه، دوست پیشوریشو نگرفته و پول هر چی بوده خواسته این پدر نداده. خب مجبوریت اصلا بود، پول کل چیز است، پدر پیشوری چشم مادر و عمو طفلش کشتن. یعنی دیگه از این کده ما چه قخارشه مینمی برای کل افغان ها اینمی بس است که غمگین باشن. ما متاسفانه رئیس جمهور ها بمره باز بر یک بغله میکنیم، ولی ایت یک هموطن پیش چشم اولادش کشته میشه، ای که با مادرش خدای نخواسته اگر دست اندازی شده باشه. این دیگه اگر ما بحث ما ایست که مسلمان خواهر برادر است، دیگه کدام قلبی باشه بتونه در یک کنسرت بره رقص کنه؟ من خوب خدا هر چی میکنم، یعنی من مثال برای شما بتونم، من موسیقی رو بسیار خوش دارم، اگر هر چی کوشش میکنم که مثلا 10 دقیقه موسیقی گوش کنم با خدا نمیشه، هیچ نمیتونم. امی هر لحظه یک گپ شاد شوه آجیل یک فشار بالای ذهنت وارد میشه، خود تو بخش کدام شادی را جشن میگیری؟ دیگه چقدر باید در بدر شوین. شما خواهر گلم میبینین تنها میگه لیتیم افغانستان از کل نفت عرب کده آیدش زیاده. او عرب گزفنده که در بینش پلاو پرست میخوره و این مردم که از او کده تنها یک مدن شاید دارم میره مزدورکاری از او را میکنه.
اما که میگه پای گدا بر سر آن گنج بود، لیک ز غفلت بغم و رنج بود. چیزی که علامه صاحب اشاره میکنه که راه حل دانش است، اما هیچ کس اینمی دغدغه نمونده. به می خاطر وقتی شما یک برنامه ارائه میکنین، من بسیار خوش میشم، دالی که شاید یک برنامه ارائه کردن و میقدر کار بسیار فوق العاده نباشه، ولی در یک شرایط خراب هم ترس یک روایت دینی داره میگه یک وقتی میرسه که بجای کردن یک سنت هم از جهاد کده بالاست. یعنی در شرایط خراب یک کسی، من مثلا مثال خودم میگم، من مثلا یک درس دادیم، یک برنامه ارائه کردیم، ولی بعضی ها انقدر خوش میشن، من علت خوشیش هم میگم که برنامه ته خوشی نداره، ولی این آدم فکر میکنه که در تو شرایط یک کسی که کار میکنه به نظرش قهرمانی معلوم میشه. پس یعنی مرگ انسانیت، مرگ آموزش، مرگ یادگیری در این وطن جریان داره دقیقا. و این واقعا قلب هر انسان آگاه نارام میسازه. و اگه این درد نداریم ما، اگر که دیگه سر خود شک کنیم، سر انسانیت خودم، سر اخلاق خودم، و کی را بگیم، متاسفانه شما ببینین در کنسرت ها هزارها نفر ما میرن و بیشترین پول مصرف میکنن. بله. و دیگه من این فهم نام از این گفت چی میمانن. من مخالف خوشحالی مردم ما نیستم، ولی بر 10 سال هر افغان مثل ماهی باید بتپه برای یادگیری و یاد دادن. بله. از خواب و خوراک و تفریح و همه چیز بگذره، یک دفعه که بخیر وطن آباد شد، باز رقص هم کنن، پایکوبی هم کنن، همی کنسرتار هم بگیرن، ولی دیلن ای کاش کلشان، و تا اگر کنسرت میگیرن در مواخر فقط هم نرمن بگوی اینی فرض مثال $5,000 از خودم، بله، اینی باقی از این کلش بره بر نظام آموزش افغانستان، بر نان دادن افغانستان، همی $1 هم که در این وطن امروزه بیایه یک مشکل حل میکنه. متاسفانه چی گپ شد خواهر گلم، در یک کشوری که اقتصادش کلش خراب بود، یک تعداد که مهاجر شدم یک چند رو پکت خود برد دلار را، یک تعداد بله. که سرمایه‌دار هم بود دلار کشید، و شما دیگه ارزش پول هم میبینین به هم میرزه، قیمتی هم میشه، کار هم دیگه پیدا نمیشه، و مردم واقعا در یک شرایط بد به سر میبرن. خداوند شما را اجر بده دکتر محترم، بسیار مقبول بسیار وضع فعلی افغانستان و وضع متشتت افغان ها را که در چی در داخل است چی در خارج است تشریح کردین. میگن کرد همجنس با همجنس پرواز، کبوتر با کبوتر، باز با باز. شما میفهمین که امروز جهلا در اکثریت هستن، بنان کل نرخ روز هم میبینه که کدام چیز بر ما زیاد بیننده جذب میکنه، به گپ انگلیسی که اترکشن زیاد داره، و از این طریق اعتداد شاید نان بخورن، شاید از طریق نمیتو کلپ هایی که جور میکنن که شما گفتین چای با فلانی و مثلا رقص با فلانی و با فلانه آقای چرسی. اینمی سطح سواد و دانش مردم ما هست، اینمی سطح آگاهیشان از زندگی است. برای اونا زندگی مفهوم خود نداره، که شما کتابی که بسیار بسیار مقبول تشریح میکنین دکتر فرانکیر، که بسیار میگه که انسان در جستجوی معنا، برای افغان، انسان افغان زندگی معنای خود از دست داده. بنان اینا فکر میکنن که زندگی یک چیزی، یک مرحله بسیار بیهوده است، اینم تو آمدیم کبل وار ثبت شدیم و دوباره به حساب میریم از این دنیا. بنان هیچ مسئولیت در قسمت زندگی ندارن. دیگه امیدوار هستم که خداوند متعال رو زحمات شما را، شخصیت هایی که مثل شما، مثل چراغ در جامعه تاریک روشنی میپردین، انشالله که زایی نمیکنه و زایی نمیشه، و همون قطره قطره جمع گردد همچو دریا بشود. شما قطره ها، ما و شما اینمی قطره ها، اگر با همدیگه مشترک کار بکنیم، انشالله که ای تاریکی ها را روشن ساخته میتونیم. من بسیار پروگویم کردم، ببخشید، فقط چون از امی عرفای شما ذهن آدم هم میکنم، من فقط امی دو تا خواهش دیگه هم خیر کنم. یکی ببینین امی موضوع نان، شما گفته نی برای یک مسلمان شرایط قید شده که از کدام طریق نان پیدا کنه. هر رقم اجازه نداریم که ما نان پیدا کنیم. نانی در اسلام، نان حلال برش گفته میشه، که شما در اون چارچوب اصول اخلاقی را مراعت میکنین، از اون نان تان به کس صدمه نمیرسونین. من از یک مسلمان زاده حداقل ما میتونم بفهم یک تجارتی که برای کسی ضرر میرسونه و ما از اونان پیدا میکنه و حرام است. یعنی مثال میگم، باز فرض مثال، اگه از تجارت سیگارت من میلیاردر شوم، میگم توبیم، خدای توبیم، به خاطر چی؟ من میلیارد دلار به دست آوردم، ولی میلیارد شش انسان رو خراب کردم،
و این چی افتخار داره؟ آیا ما خودم میخواییم اولاد محمد شوه؟ بنان ما از امی مخصوصا از چیرای رسانهی ما که از اینجا رفتن کالی پس کلشان برنامه شکر میسازن، یک خواهش دارم گوگل بیادر خود، به هر قیمت قرار نیست ما شهرت به دست بیاریم، بر قیمت قرار نیست پول به دست بیاریم، صبح پیش خدا جواب دادنی هستیم. آیا این امی مفهوم از یاد ما رفته که آیا ما یک روز روز حساب است؟ این چه فکر کو فرض باید که خاره گلم بعضن خوب اصول انسانی هم هستن، بعضی مردم که شما میبینین مسلمان نیستن ولی با بعضی اصول پایبند هستن که وطنش آباد شود، مردمش فایده ببینه. ما میتونیم برنامه کای خوبی بسازیم که از امو هم پول هم به دست بیاره، خیر یک کمی کمتر. بله دقیقاً زیاد بگیره خواهر گلم، ولی یک گلاس مردمم دارم، من مردمم خود تکان بده. یک مصاحبه زنده یاد استاد ماهنگ امرایش مصاحبه کردن که بیادر امی موسیقی ها چرا که خراب شده؟ بله که هر کس هر چی میخوانه و هر قرتک و پرتک و هر چی هست، گفت بیادر امی شورنخت های دان مکتب که چطور از پاک است یا نپاک، گفتن والا چطور از چندان نظافتش مراحت نیست. گفتم این کاربارش چطورش میکنه؟ گفت بخاطری که میخره مردم، اگر نخره بله. چهار روز نخره دیگه نمیکنه. گفت چون چتل خور موجود است، چتل پز موجود است. بله هر چتل خورا بس که چتل پزا جمع میکنه میره دیگه. گفت مردم ما چتل بین است که نام که چتل چتل میسازه. اگر مردم شعور پیدا کنه بگه چی مرداره تو نشد کدر ایستی در بله. یکی از ممالک همسایه ما یکی از مجری ها رو در یک تلویزیون ماندن، یک چیز خوب مجری نبود، در یک روز چند میلیون پیام دریافت کردم که بیادر شما به شعور ما توهین میکنید، کی رو آوردین؟ گفت زدن خود بلد نیست. دقیقاً آیا مردم ما نمیتونه از امروز تصمیم بگیره که خدایا ما یک برنامه‌ای که مخالف دین و اخلاق است نمیبینیم؟ بله واقعا ما تا جایی رسیدیم امی انضباط شخصی، امی خدا با خدا بودن، امی خود قرار نیست یک گروهی برای ما بگه، یک کسی بگه خود ما یا مسلمان هستیم نیستیم، امی رس که خود حل کنیم. بعدش به خاطر وطن خود قرار نیست ما برنامه‌های خراب و نادرست ببینیم. اول پیش از این دیدن یک سوال کنیم برنامه چی آموزش داره، بعدش دمی آخرش سوال کنیم. من این وقت خود زایی نکردم. بله واقعا متاسفانه اینی بدبختی است که ما، من مثلا مثال بهتون خواهر گلم، بدترین حادثه در وطن میشه که آدم مثلا باید خون گریه کنه، اما شما یک ساعت بعدش میبینید بهترین جوانای از وطن شیشتن که ولن تیم فلانی یک گل زد، تیم دیگه در فیسبوک تو چیزی نمیبینی که چند نفر مرد، چقدر بدری شد، چقدر وضعیت وطن خراب شد. این دیگه دغدغه جوانی یک کشور که فوتبال باشه. حالی از من سوال خواد کرد خیر دکتر سای فوتبال بازی خوب نیست، چطور یک مثلا 100,000 نفر در استادیوم میشینه؟ او گل بیادر خدا بود 100,000 نفر وطن شیشه واری جور است، نانش بله. رسیده 100% باسواد است، ماجر تو رو نان میته وطنه میته. میگه با اولاد خود خود گفتیم که اینا مکه و کعبه داشتن نرفتن و آغوش ما پناه آوردن. واقعا او فوتبال ببینه نوش جانش، تو به خاطر چی تو دوی شب میشینی فوتبال میبینی؟ اینی چیزاییست که سوالاتیست که ما از خود باید بکنیم و به خود بیاییم. ببخشید من زیاد صحبت کردم. خواهش میکنم جهان سپاس. یعنی نقاط اساسی را که جامعه ما به امراضی که گرفتار هستن بسیار مقبول شما اشاره کردین دکتر سبعی. ای کاش که او روزی بیاید که جامعه ما به می پختگی عقلی برسن که واقعا اگر او جامعه بر فوتبال یا فکر میکنن خب کشورشان محتاج کشورهای دیگر نیست. اونا حتی نه تنها که محتاج نیستن بلکه محتاجا را جمع میکنن. و چقدر مطلب بسیار اساسی دیگر را گفتین، چرا در مکه و مدینه نمیرین که میاین اینجا؟ به خاطر از اینکه اونجا کسایی سر قدرت هستن که نمی مسلمان را که انما المؤمنون اخوتن گفته میشه دروازه خود برایش بسته میکنن، تنها به یک صورت میمانش که بیای به حیث یک برده، بردهداری معاصر از طریق ارباب باید اسپانسر شود که بیایه و تا وقتی که میره پاسپورتش پیش است و قوت لایموت برش بساب معاش میده که فقط داخرم امو معاش مکمل گرفته از او کشور نمیتونه برایه. بنابراین اینجا برای اهل بساب علم و دانش ضرورت است. و ما متاسفانه یکی از بدبختی هایی که برای جامعه ما فعلا دامنگیرش است که از قرنها بوده و مخصوصا در نیم سال نیم قرن آخر از سال 1352 که کودتای 26 سرطان صورت گرفت و بعد از متعاقب از در کودتای 7 ثور صورت گرفت، یا کلشان روال عادی پیشرفت اجتماعی در جامعه افغانستان به طرف
قهقرا بردن به وضعی که به طرف سعود ببرن. بنان این بدبختی ها بساب دامنگیر همه شد. یک وقتی که ما مکتب مثلا شاگرد مکتب بودیم یا باز محصل بودیم، استادای ما بر ما میگفت که آینده وطن در دست شما است و او وقت ما باور ما نمیامد که واقعا ما مقدراتی مملکت تعیین میکنیم، چرا بسیار خود کوچکتر از این میدونستیم که یعنی یک وقت ما کلان میشیم، ما به حساب در سیاست یا در امور صحت یا یک جای به حساب ما صاحب قدرت میشیم و واقعا دیدیم که بالاخره امین نسل ها به حساب سر قدرت آمدن، بالاخره جای خود عوض میکنن. مگر متاسفانه اینمی حس مسئولیت بر مردم داده نمیشه، مخصوصا در عصر امروز که در این شرایط جاری که تقریبا چیز کم 10 ماه میشه که نسل جوان دختر افغان دوره متوسطه و لیسه از مکده به شما بهتر معلوم است که محروم هستن از تعلیم علم و این کلانترین خیانت و جفا است به نظر من برای آینده افغانستان. امروز او کسایی که به حساب نیکتایی دارن و در کشورهای غربی یک روز اولاد خود نمیمونن که غیر حاضر باشه از مکتب، اونا هم جشن میگیرن، فرق نمیکنه باشه یک سال بعد، دو سال بعد، هر وقت شوه مدا امنیت باشه، مگر نه هر روزی که یک طفل از مکتب و تعلیم و تحصیل دور میمونه دقیقت یک او رو جبران کرده نمیتونه. یک روز من در مکتب غیر حاضر میشدم یا در پانتون غیر حاضر نمیشدم، من به حساب یک هفته دیگه کار داشتم که جبران کنم. چطور است که 10 ماه مکمل اولاد این وطن محروم از تعلیم میشه و هیچ کس دلش برش نمیسوزه؟ اینال ما شنیدیم که شما برنامه های بسیار خوب دارین. یکی از صحبت هایم که ما کرده بودیم شما پیشنهاد داشتین که میتونین که شاگردای دختره و تمام شاگردان در مجموع کمیال سیستم تعلیمی، من فکر نکنم که در افغانستان به اون شکل درست باشه که حداقل هم طبقه ذکور هم بتانه صحیح درس بخونه. شما میتونید در مورد این پروگرامتون یک کمک باز دوباره در برنامه تفصیلی صحبت بکنین که شما چی برنامه در پیش روی دارین، کدام مضامین شما میتونین که از طریق آنلاین تدریس کنین یا چی؟ من مایی که در خدمت شما میگذارم. یک جان سپاس، تشکر. خواهر گل، من اول یک چیزی باید دین است که یادآوری کنم که اگر هر خوبی در این سیستم درسی که ما شروع کردیم میرسه، قسمت زیاد ثوابش و امتیازش به شما برمیگرده، چون تنها کسی که مثل رعد و برق آسمان که ما افغانا خاصیت رعد و برق داریم، یک غر میزنیم گم هستیم دیگه، یعنی هلی. تنها کسی که از امون روز سر از اینمی چیز فکرش مانده شماست دیم. تا جایی که من میبینم میفهم. سعی کنین خواهر گلم، ما مردم یک قسم احساساتی برخورد میکنیم، ما عقلانه هیچ وقت نخواستیم پیش بریم، مردم احساساتی هستیم. یعنی من تجربه در برنامه رادیو تلویزیونی دارم، بله، که ما موضوع احساسات همین، فقط یک موضوع دیگه خواهر گلم همی آخری مورد شما چون از این بردهداری گفتین، من در برنامه خواهش میکنم این در تلفن شخصی ما به خاطر علل مشکلات روانیتان زنگ نزنین، چون من یک ساعت روزانه هر روز در رادیو میشینم برنامه را میکنم، مصروف هستم نمیتونم شخصی. یکی از امیش دیشام یک نمره خارجی آمد، بله گفتم، گریه را شروع کرد، گفت استاد میفهمم که میگی زنگ نزن، من دیگه چاره ندارم، فقط میخوایم بر تو بگویم درد ما. من یک سال در ایران کار کردم، این یک سال بعد صاحب کار یک افغان نداده مرا بیرون انداخته و ما در صحرا موندیم. یعنی بلد. شما دیگه ما بر از او اطمینان میتونم، ولی عشق خود ما بر از او ما میگم نه خیری که پال میشه، اون گریه میکنم، میگم استازای میگم مملکت ما جور شدنی از نیست، مشوره میتیم امیالی بیاییم یا نبیم چی کنم. یعنی شما تصور کنین که در یک ملک بیگانه باشی و هیچ قانون طرفدار تو نباشه، یک کسی میگه برو هر جایی بری تو رو بگه کثافت هستی، بلد. و تو یک عمر صادقانه کار کرده باشی و با کمترین مزد اونجا، خود شما میفهمین ما که میریم تو ما را یک مشت خود نمیته. خواهر گلم تو در خارج هستی، خودت میفهمی، ما در افغانای ما اینجا بر تداوی از خارج میان اونجا، چون مشکلات روانی را که بگوین هم مصرفش زیاد است، هم یک تاپی مشکل روانی میخورن اینجا میان، باز که میان میگم اونجا چی آید داره، میگم اونجا دکتر صاحب دو چیز آید داره، یکی طبابت یکی کمپیوتر ساینس. بله. میگم کی کار میکنه؟ میگه در اینا اندیا کار میکنن. تو خودت میگم چی کار میکنی؟ میگه رانندگی میکنم. اینال شما تصور کنین خواهر گل ما، یا همین سوال نیست که ما از خود پرسان کنیم، چرا دکتر این دیره برش تیار 10 تا عملیاتش میگیره، تکتش رو میگیره روان میکنه، میگه بیا بر 2 روز عملیاتای خودم میکنه، 1 لک 2 لک دلار خودم میگیره میبره به کشورش، دستمی اندی از بوسیدن نیست، این 2 لک دلار به وطنش آید کرد و
و بیترین کار هم کرد و ما خودت مثلا بریم راننده شیم چی را نشان میتی؟ یعنی درس نمیخوانی، یعنی زحمت نمیکشیم، خواهر گلم هموطنهای ما خفه نشن، ما شدید نمیخوانیم، ما خوب متخصص اندک شمار بندازی انگشت های دستم داریم. بنان این شما این وضعیت ها گفتم، اما به خاطر موضوع درس دوباره ما بیاییم بحث مطلب سعی کنیم. ما شما مردم احساساتی هستیم، عقلانه هیچ وقت تصمیم نگرفتیم و یکی از دلایلی که در بدری سمیس ما در برنامه خود بارها دیدیم، شما صحبت عقلانه کنین، نه طرفدار دارین نه کسی کمک میکنه. اگر موضوع احساسی بسازیم، یک ذره لب و لواب احساسی بتین، باز میبینی او یک گروپ شتان مفته. بله. شما را باز کلان هم قبول میکنن، او جایگاه و پایگاه میدن. بله. این شما میتن که اینمی حالت ما همین موضوع مکاتب که شد، شما دیدین دمی یک روز کل فیسبوک ها چطونش تکن هلا مکتب هلا مکتب هلا مکتب هلا مکتب. صبحش دیدین که دیگه پشت توپ فوتبال آمد که اینقا گل زد، یک موضوع دیگه آمد، سیاست افغانستان میره بلند شده، یک موضوع شد و تقریبش یک موضوع که دیگه را میارن و موضوع قبلی فراموش کلیگی میشه. فراموش میشه، بله. و این بدبختی ماست. دیگه از اون روز تا بال یک نفر در مورد مکاتب خواهر گلم چیزی نشته نکرد. رد بله. فراموش کلیگی شد. بله. و ما امون روز هم گفتم که این گیریه کردن و سرصدایی رای حل نیست. این ما امی همکاری رو یاد بگیریم. هیچ وقت ما کار گروهی رو یاد نگرفتیم خواهر گلم. یکی از دربدری افغان ها این همیست کار گروهی نمیتونن. ما ایتو نبود که انسانای بزرگ نداشته باشیم، در هر رژیم دو سه نفر آدم بزرگ داشتیم، اما اینا نتونستن کار گروهی کنن. اگه اینا کلش یک جای جمع میشدن، یک تیم قوی میشد بر از وطن جور شوه. مثلا یکی در نظامی خوب بود، یکی در تحلیل سیاسی خوب بود، یکی در اقتصاد خوب بود، اما نه ما یک تازی رو میخواییم ما فقط باشم و دیگر رو قبول نمیتونیم و این خرابی است. و این بر ما نه در مکتب یاد داده میشم کاری، نه در خانواده یاد میگیریم، نه در محیط اجتماعی. و متاسفانه وضعیت مکاتب ما کل وقت خراب بود خواهر گلم، بارهایی را گفتیم، سر دماغ بعضیا شاید بد بخوره. مکتب از اون روزای خراب بود که از پول معارف بر خود در ترکیه و در کجا و کجا خانه میخریدن. دقیقاً مکتب خیالی داشتن، معلم خیالی داشتن، وزیر سیاسی بود، وزیر معارف. اگر کسی نباشه، یک حیثیت پدر و مادر دلسوزی نداشته باشه که حتی از ماش خود برای یک شاگرد یک توپه نخره، برای یک ملازم یک کمک نکنه، او وزیر معرف شده نمیتونه. خواهر گلم ما چی میکردیم؟ نه متخصص تعلیم و تربیه رو اونجا مقرر کردیم، نه آدم دلسوزه، فقط کی سیاست. مثلا شما میفهمید در افغانستانی که بود امیر رهبرا کلشان سهم داشتن، ده چوکی، پنج چوکی. بازینال این فرض مثال ایده چوکی بر احمد است، وزارت معارف هم بر احمد رسیده. احمد باز نفر چاپانوسش محمود است. محمود در وزارت معارف روان میکرد. ای که او آدم مجمع تانست نمیتانست ای دیگه اهمیت نداشت. خوی معارف از اونمون روز پسیش مفت است. حالتش خوب نبود ولی متاسفانه حالی بدتر از این شد. و اما که شما میگین که بعضی ها در اونجا میگه که خیر یک سال به تعویق میفته، یک چیز ما برشان یادآوری کنم. ما خواهر گلم بعضی چیزا دوره داره، اگر دمو دوریش نباشه دیگه او هیچ وقت جبران نمیشه. در کار تعلیم تربیت میگیم شما در وقت کودکی در زمان مناسب یک ساعت بر اولادتان بانین، معادل هزار ساعت است. اگه نمیره مس کردین داینده ایق انحراف میکنه که هزار ساعت وقت و انرژی میمونی رو پوله نمیتونی. یک هزار در وقتش تر از اولاد مصرف میکنی، از صد هزار افغانی مصرف جلوگیری میشه. اگر نکدی در وقتش این مثل عزیز در والیبال که میکنن توپ نه. یک اندازه داره، در مو وقت اگه توپ از در میدان عریف میره، اگر زیاد بلند بود خارج میشه، اگر کم بود در نت بند میمانه. اینی دوره ها را ما متاسفانه در نظر نمیگیریم. دقیقا بعضی مزامین در مو وقتش یادگیری شداره بود شوگر. اگر از درس دور میمانه یک سال، پس دوباره تا ذهنش آماده نیست درس جذب کنه. صد فیصد فهمید خودتان نام خدا دکتر هستین، نیرون هاست. هر کاری که انسان بکنه اونمون نیرون ها، کنکشن ها و ارتباطات جور میشه. مثلا مثال بر شما بتم، یک کسی که پیش ما بیا بگه من اعتیاد دارم، اگه از وقت 6 ماه دیر شده باشه ما میگیم شدتش کمتر از خوب جور میشه. اگه 1 سال شده باشه مشکل زیادتر میشه، چون جاده ها زیادتر جور شده بر از اون مواد. بله. یک ماه از درس دور باشیم آسیب کمتر از دو ماه بیشتر، سه ماه. اینم تو روز بر روز که ما دور می باشیم متاسفانه آسیب بیشتر می باشه. روی از این ملحوظات ما از سال 96 متوجه شده بودم که مشکلات در درس وجود داره. ما درس ها از اون وقت
کبرمین پول دادم یک صنف درسی خود ثبت کردم. در جریان از این ثبت درسی یک تعداد استادای کنکور که تمه قار کردن که تو درس عادی میسازی، این تجارت ماست. بله بله، ما گفتم این تجارت خیره، برای ما شاگرد نبیاد در خانه خود درس تعقیب کنه، امی دمو جیب شاید کنم. خواهر گلم، در اطراف ما هنوز بعضی شاگردک ها درس میخونن، بیچارا میان در کابل اتاق میگیرن، ماهانه 5000 کرای اتاق میتن، نان خوردن از اینا، خودشان کالاگک های خود میشن، برای فیزیک کورس میتن. من میگم ما بیا در امی دمو واخان بدخشان امی درس تعقیب کنم، واحدش در خانهش باشم، من خوش خوش میشم. پیش من میامد 300 افغانی کورس ثبت نام میکرد، ولی اینه که مصرف دیگال در جیب از اون پدرکش نانش کبسیر نمیخوره، این روان میکنه به دست. بله. بنان ما از اون سالی درس ثبت کردم، مطبع مرا گفت که چند پولی را میفروشی؟ من گفتم هیچ نمیفروشم، امیر فقط اما قی کنین که شما برزان ترین قیمت بر مردم بدید. بله خدا شما را خوشبختانه، هرچند او کیفیتش خوب نبود، سال اول بود، کمرام قوضیتش خوب نبود و جریان صنف میباشه، سرعت درسای کنکور زیاد میباشه، ولی سر از امو در دورترین نقاط افغانستان از این درس ها استفاده شد. نه تنها شاگرد ها، معلمین استفاده کردن، خودشان آمدن که استاد واقعی ما شماست این مره میگفتن. در خارج از افغانستان در پایین یوتیوب شاگرد ها میگفت من مثلا افغان هستم در ترکیه یا آلمان، ولی از این درس های ریاضی ما استفاده میکنم. دقیقا. بعدش وقتی دوری کرونا آمد، در دوری کرونا باز ما اقدام کردم با یکی از تلویزیون های افغانستان، وقتی پیشنهاد کردن گفتن درس، گفتم بچشم، گفتن چی امتیاز، گفتم هیچ امتیاز، کرای رای تا گفتن میتیم، گفتم خانه تان آباد. یک مام کرای را دادن، مای دوم او را ندادن، ولی مای دوم بدون دلیل من پت از خانه میبر آمدم، بخاطر خوب مرگومیر بسیار وحشت داشت کرونا، نه من به خودم پت از خانواده میبر آمدم که مرا مانع نشن. بله. که تو نرو بیرون. و هم خود از هم استیدوی تلویزیون هم بیخی به نام شفاخانه افغان جاپان یاد کرده بودن، از بس کنجا ما روی بود که زیاد مصاب شدن. بله. ولی من رفت، ولی خدا. بدون دلیل، چون کسی اسپانسر نکرد یا برنامه شنایت نداشت یا هر دلیلی بود، با وجودی که در خانه خود مردم میدید، متاسفانه بدون از اینکه مرا بگوین که روی چی دلیل، دیگه زنگ نزدن بر روزی که ما این برنامه را پیش میبریم و او درست ناقص ساختن. بیکار نشیشتم، من چون تعهدم است آلیان فرض مثال هر کارش دیگام شب همون که میگه گربه شوق کب در بیابان، گربه شوق کبه خواهی زد قدم، سرزنش ها گر کند خار مغیلان غم مخور. ما همی تعهدم است که اگر مثلا هر کار شب من تازن دستم همی در سار سفنی کنم. بعدش به تحتیبش که اینی شرایط مکاتب و کرونا و اینا بود و ما او دغدغیم بود که مکاتب وضعیتش خوب نیست، من دوباره باز به شکل اساسات، چون تقاضای شاگردام همی بود که اگه می درس ها به شکل اساسات باشه. بله. به شکل اساسات شروع کردم، فلان اول گرفتیم که صرف 7 تا 12 و تصادفاً که مکاتب هم از 7 تا 12 بند کردن، چون من بدون از این که اگه ترام نمی بود، من از اول از 7 تا 12 را پلان دارم که باز به خیری را تکمیل کنم، از صرف اول تا 6 و اگه ای را خداوند توفیق دادم و باقی من با سر پایین تر از صرف اول که ما چطور شاگرد علاقمند درس کنیم. خواهر گلم، ما اولین سر که برای شاگرد می داریم درس بعدش می کنیم. بله راست میگی. شما میفهمین که در کنکور افغانستان متاسفانه شما که امتحان میتین کنه خودتان تجربه دارین، نمره اول میرن ته باز انجینری هم دفت یک کس کی جای کامیاب نمیشونه در دارالمعلمین اینا میتن. شما اول این جفا رو ببینین، در حالی که خوبترین نمره و خوبترین معاش برای معلم باید باشه، از پس معلم خار نگاه کردن که شما هیچی نمیشین، یعنی کمدانترین ها برن معلمی. بعدش ما دست معلم ها را میبوسم، خواهر گلم، من فوق العاده معلم احترام دارم، معلمی کار پیغمبری است، تا هنوز هیچ وقت نشده من سرک محترم تیر شد کسی لباس معلمی لباس های معلمی خانم های لباس خاص داشتن، از سرک که تیر میشدن من برگ میکردم که اونا تیر شون، ما احترام معلم های خود داریم، ولی این واقعیتی دردی است که معلم ها قبول میکنن. بعدش میرن در مکتب، یک سکتی برکی بود بعدش میرن در مکتب، در اونجا تقسیمات چی میشه؟ اون معلم های کلایق هست میرن 12 و صنف های بالا، همونی که باز در بین کمدانترین هست او را میتن در صنف اول و دو و سه. دقیقا. در حالی که صنف اول و دو و سه معلمی کار داره پروفیسور، بر علاوه درس مجهز با تعلیم روانشناسی و تعلیم تربیت کودک. بله. کودک
مثل یک کمره زیر نظر داشته باشه که کودک مشکل منتل هلت نداشته باشه، چشمکایش میبینه نمیبینه، گوشش خوب میشنوه نمیشنوه، این بازی گوش هست نیست، کمبود توجه و تمرکز داره نداره که تو والدین حتی متوجه بسازه که والدین این طفل تینی بی نظمی و به نظر مسیر بر کمک بگی چون تو علاقه من بسازه 30 سال اول درس نتا شوق درس بکاره. دقیقا. اما ما چنان دل زده میسازیم کودک که از یک سنفی 50 نفری 3 نفر درس میخونه 40 نفر از امروز اول قبول میکنه میگه ما آدم شدنی نیستیم، از ما چیز جور نمیشه، به نان مکتب گریز معلم آزار سنفی آزار و خلاصه خود دیگه چیزی برش نمیمانه. واقعا برایند سنفای درسی ما به این خاطر ما به شکل اساسات درس ها را خواستیم شروع کنیم که خوشبختانه باز مورد استقبال قرار گرفت. وحزی بایم تنها کسی که بعد از اون جنجالا امرو من شما بودین که حتی برای من قوت قلب دادین که بیاین، اولین کسی که برنامه ساختین در این مورد شما بودین که بیاین در این برنامه بودین، ما و دیگه افغانا چی کمک کرده میتونه و ما جرات ما نمیخواستم بگویم، ما گفتم ما تو لنگ لنگان پیش میبریم که صبح کسی نگویه که چطور شد یا چنین شد هر چقدر که دانستم، ولی وقتی شما میگفتین در ذهن خود ما میگشت که یک کار تنهایی مشکل است، اگر یک دست با هم یک جا شوه کار میتونه بزرگ بسازه و اولین کسی هم که باز از نظر مالی هم کمک کرد شما پیش قدم شدین و یک پولی بسیار انگفت همکاری کردین که در دو بخش ما زنده باشین. شما یک کمره بسیار خوب خریده تانستیم، پیش از ما خودم یک کمره خریده بودم ولی قدر کیفیت تصویر خوب نبود، ولی با پول شما ما یک کمره بسیار قیمتی و مقبول خریده تانستیم، بالتزای مقبول و همین دیکور تغییر دادیم که همیشه با خدا دعا میکنیم و یاد میکنیم و به ترتیبش چند هموطنهای ما پول کمک کردن و ما از خوبیشان یاد کردم و کل عمر یاد کرده خود رفتم دعا یاد کردیم بر همیش باقی میمانه، به خاطر از این که نه تنها شما بارها گفتین قطعا دعوال هم اجازه نداده بودین که یاد نکنین، شما گفتین بعدش گلایه کردیم که چرا یاد کردین، ما خوب گفته بودم نکنین، ولی من نمیتونستم از بزرگی شما چشم پوشی کنم با وجودی که میفهمم خود شما ندارین، مشکل اقتصادی هم اگه داره تو زندگی بسیار پول داره، اگر همین تعدادی که پولا را بردن داشته باشن دیگه کل ما و شما هم روز کار میکنیم و میخوریم و همون رقم زندگی سپری میکنیم، ولی هموطنهای ما یک مقدار امکانات مالی فراهم ساختن که ما در این بخش باز میخوایم یک چیزی برشان بگویم. ما یعنی پیش خود فکر میکنم میگم ای کاش مرا تنها همه قبانن بگوین فکر کو که همی مثلا درس میتا ماش خود نمیگیره و وقت خود محاسبه نمیکنه و یک به کار دیگه نمیپردازه، چون دلی. مثلا فرد سال ما از 5 صبح بعضی وقت دینمی چوکی میشینم، ما از 5 صبح شروع میکنم و نمیفهم مالی در افغانستان ساعت چند است، یعنی شاید 8 بجه شب ایجا باشه که ما شما برای ما 8:46 است. بله یعنی بله. ما بعضی وقت 12 ساعت دمی چوکی میشنم درس ثبت میکنم، خب اگر هر کار دیگه کنیم یک مقدار آید میشنه، اگر مردم ما همه تو کنم بگه برو دکتر صاحب تو دیگه مصرف نکو، اما که مصرف بس باقی مصرف ما با خوده بگیریم و او خاطر ما یادآوری کردیم که کسی مثلا در ذهنش میگشت که ما به افغانستان چی کمک میتونیم یا به مردم چی میتونیم، گفتیم همین خوبترین کمک است. چرا ما دلیل دارم خواهر گلم، اگر ما یک کسی را یک قرصنان میتیم بله صحیح کار خیر است، ولی بله. یک سوال از خود کنیم، اون قرصنان ما که دیروز هم نبود مردم نمرد، امروز بله. هم که دادیم تغییر نامد الا که چند بله. کار کردیم، یکی متاسفانه یک روحی خیرات خوری را رواج کرده رایستیم، کل بله. مردم ما یک دید به بیرون داره از امون بله. خوردی در بابای مکتب ما حتی نشته کده بی بابا بابا آبداد، یعنی ما چندان آدم این استیم هر کس از بابا زونم و اگه آبداد خوب اگر ما توش نمیشینیم، در حالی که بله. دیگر را در خود نشته میکنم من فوتبال میکنم، من با وطنم کار میکنم، من با بابا آبدادم، من به مادر خدمت کردم، من یاد میدم، اما ما دید بیرون داریم بر علاوه از نظام درسی آل یک تو تگگ نان هم میتیم که هنوز اینم یالی کل مشتیم کدام مملکت کمک میکنه و بیاده کل چیز داریم خود ما چرا نمیکنیم، گله داریم ولی همسایه نکد فلانی کشور نکد روز به ما نکد امریکا نکد، تو خودت گوسفند هستی که دیگه برای تو یک دلالف بنداده که تو علفک هایی تا بخوری او خواهر گلم، من نمیگم ای کاش همسایا بد نشه، ولی قاعده کلی دنیایی است که میگه تا خر باشه خر سوار پیدا میشه، واقعا تا کسی حاضر به سواری دادن باشه میشه، تا بیعقل باشه مردم استفاده میکنن. دقیقا خب یعنی ما نقش خود از حالت گوسفندی بکشیم بگیم که نه من چی کردم میتونم برای وطنم،
بنات ما میگم اگر کمک میکنیم بیاین ما به جای ماهی دادن ماهی گرفتن یاد بدیم، ماهیگیر بسازیم مردم. یعنی دمی شرایط سختم خواهر گلم یک چیز کل ما شما میفهمین، کسایی که تخصص دارن گشنه نمیمونن، یک شکم نان بر خود اولاد خود پیدا میتونن. بنان بیاین ما سرفی کار کنیم، اندیشه مردم چطور بسازیم. خیر اون مقدار نان باشه، ای کاش اگر صلاحیت در دست ما در افغانستان باشه، میگم نان در مقابل دست. کسی بله. آمد پیش من جان داد که درس خونده بود برش نان میدیم، اگر بگیم برو گوش نباش به درد تو نمیخوره، تویی که نمیتونی یک صفحه درس بخونی، تو غیرت بله. نداری، تو همت نداری. مردم در بدترین وضعیت، خواهر گلم شما من خوشایید از این وضعیت هستین. ما خود ما و خدا قسم میخورم که ما در پیش روی شیطان چراغک میگفتن که زیاد مردم جوان ها خیلی نمیشناسن، بوتلای رنگی بوت تیل پر میکردیم، سر یک سراخ میکردیم، پلتیش توپ هم میموندیم، او رو در میدادیم و او دود میکرد بله. و بعضی صبح ها داینا میدیدیم که شب تا صبح که درس خواهدیم تا صبح به خدا بیدار میشتیم. راست میگن با اینجای ما دود میشیشت، من که قصی ها گشتیم مگر این سفیدار بودم از دست دود شیطان چراغ. بعد از اون الکن که می داشتیم به خدا، بعضی وقت الکن دل نمی داشت در خانه، الکن دل نمی داشت. و تا یک چیزی بگویم که دوستا به خدا بعضی وقت یعنی در خانه بر ما می گفت که خوک و تیل مصرف نکن بله. درس روز بخون، یعنی تا این سرحدام بوده. راست میگه. و این چیزی الکن دو سه دفعه شب پاک میکردیم، اون دود میزد، نه چون تیلا چی بود تاری به یادم نمانده، اون تیلا تیل دیزل تیل خاک پیدا نمیش، تیل دیزل معمولا استفاده میکردیم. این یک چیزی بود، اون شیشه را پاک میکردیم، شیشه الکن را پاک میکردیم. دیگه بعضی وقت تو که میشکست ما بیخی در هم بودیم، شیشه الکن شکستاندی، شیشه های بدن بود. یعنی به اینی وضعیت آدم میتونه درس بخونه، اما متاسفانه اونمو غیرت و همت گم است. من نمیگم ای کاش برای کسی که درس میخونه نان خوبیش باشه، میوه باشه، یکام چکر و گلگشت ببریشانه، سیرای علمی داشته باشن، معلمک های منظم و خوب باشن، مکتبک های خوب باشه، ولی اگه کل ازیام نبود دلی. آدم میتونه درس بخونه. یعنی اگه تعهد باشه بزرگترین دانشمندا در سخت‌ترین روزگار بهترین کتاب ها را نشته کردن، حتی یکی از دانشمندا را میگن در یک سیاچا بندی بود دلی. و این میگن نشته میکرد شاگردایش که میامد در دستار خود بسته میکرد اما صفحات نشته کرده بود که شما جمع‌آوری کنید از داخل در زندان به خدا مردم کتاب نشته کرد. جناب دکتر صاحب قدر شما زیبا مسائل تشریح میکنین که آدم واقعا نمیتونه فرصت بکنه که صحبت شما را قطع کنه و به حساب یک چیز را اضافه کنه. با تایید تمام فرمودات شما، با تایید تمام، یعنی اگر خواسته باشه آدم خواستن توانستن است، اگر خواستی آموزش علم باشه در هر شرایطش میتونه آدم استفاده کنه، میتونه به سب خود در کار پرده. متاسفانه این میخواستی آموزش علم از ملت ما گرفته شده، به چیزای به سب فرعی اینا روی آوردن، به طرف دانش بسیار کم مردم علاقه مند است. با تایید امی صحبت هایی که شما کردین، که شما پیش الکین درس خوندین یا پیش شیطان چراغ، من هم پیش الکین فاکولته خوندیم. این در شرایطی که ما فاکولته خوانیم سالهای 1984 تا به حساب 84 تا به 90 که من فارغ شدم، تقریبا اینقدر دورانی بود که راکت ها می آمد، پایا زده می شد، به حساب برق نوبتی بود، یک منطقه برق می داشت، یک منطقه برق نمی داشت. این شاید چون ما شما خواستیم، خواسته بودیم که ما باید برای ملت و برای خود، برای خانواده خود، اول خواست خانواده خود خدمت کنم، با خودم خدمت کنم، با وطنم خدمت کنم. من تا نستیم عالم اگر به حساب جوانای ما خواسته باشه میتونه. با تایید گپ شما که هر روزی که از وقفه تحصیلی تعلیمی به وجود میه، این خودش یک به حساب ضربه بسیار شدید در مغز آدم میخوره. و من اینمی وقفه تحصیلی رو داشتم، مهاجر شدم پاکستان، رفتم بس تقریبا یک سال من پس موندم. یک سال بعد که آمدم، من 6 ماه دیگه کار داشتم، سر از اوکم و سنف دوباره میخواستم بخونم، مثل که تمام چیزی که در مغز من بود پاک شد. و من اینقدر با دشواری 6 ماه اول مجادله کردم که پس دوباره در سیستم بساب طبابت خدا پرتم، پس دوباره اناتومی رو یادم بیارم، فیزیولوژی رو یادم بیارم. پس این دخترکای ما در مخصوصا در این مرحله بحرانی که تینیجر برشان میگه، یعنی مرحله که نه جوان هستن نه پخته هستن نه خام، در این اتعالت اتو یک وقفه و ضربه بسیار شدید میخوره. اول شما گفتین مسئله کرونا چقدر وقفه آورد و افغانستان برق نداشت، سیستم نبود که بس درس ها از طریق آنلاین پیش بره.
باز بعد از اون این ضربه دیگه که مردم دل خوش کردن، دخترک ها دوباره پس دوباره آمده بودن به طرف تعلیم، حکومتی ها دعوا میکنه که بسیار مکتب ها شروع نشده بود به خاطر کرونا. من نمیفهم چه واقعیت داره یا نداره، مگر من تو فکر میکردم که کرونا کم شده بود و مکتب ها در افغانستان شروع بود و منظم بچه و دختر ها در درس تعلیم خود میرفتن. اینال این وقفه که در صورت عام اکثریت بسیار نسل جوان ما را متاثر ساخته و ما شکر میکشم که الحمدلله آدمای با احساس و با وجدان و وطن دوست مثل شما هست که حتی بسیار پیش بینی کرده قبل از قبل آمادگی گرفتین و شما صنفهای مختلف بسیار قبل ثبت کرده بودین و چقدر یک الهام حق بر شما آمده که از صنف 7 تا 12 را شما خواستین، گرچه بسیار ضرور است، واقعا این یک ضرورت حیاتی است، از صنف اول تا به 6 و پیش از او پری سکول که جب اصاب ما دوره کودکستان و قبل از کودکستان است. ای دقیقه مو 5 سال اول شخصیت یک طفل میگنده مو 5 سال اول حیاتش جور میکنه، تقریبا 75% شخصیتش جور میشه و 25% برای خودش میمانه که باز پسان میتونه سرش کار کنه. ای کاش که اما در که شما گفتین وقت بگذاره پدر و مادر، مادر وقت خود در آشپزخانه تیر نکنه و پدر وقت خود برای به حساب آوردن غذا، فقط فکر میکنن گپ شما که ما حیوان است بچریم دیگه، چی قسم علف تهیه کنیم و دیگه میگه چطور پختش کنم. مادر در آشپزخانه است به عوض از اینکه به حساب باش که غذای رنگارنگ پخته کنم، فلانی میمون میشه، فلانی میمون میشه، به حساب امروز فلانی رو پایوازی کردیم، فلانی رو به حساب سیالی خواستیم و وقت نمیته برای ما اولاد خود. و پدر که به حساب گپ مثل جوالی میره نان میاره، او هم که وقتی میای وقت نمیگذاره بر طفل خود که بیا همی یک دفعه پرسان کنم بچه‌م در مکتب تو چی خواندی، چی یاد گرفتی. شما با تایید حرفای شما که شما گفتین یک نویسنده در زندان نوشته کرده، پدر ما 52 اثر نوشته کرده، 23 اثر خود در درون زندان نوشته کرده و میفهمین در زندانی که اجازه نداشت که بساب کتابای خود بیرون به قلم کاغذ بره، در کاغذ تشناب نوشته کرده، بالشتا را کنده، در مابین پخته این رولای کاغذ تشناب مانده روان کرده به شاگردان خود، اونا نوشته کپی کردن، اونا نقل کردن. یعنی اگر کسی خواسته باشه که علم و دانش بیاموزه و بیاموزانه، در شرایط بسیار دشوار میتونه کرده و این کار میفهمین ما قلم اونا اجازه نداشتن که داشته باشن، قلم در نوشپیاز به حساب در نیچه قلم بیگه در نوشپیاز ما برشان روان میکردیم و اونا دستای خود وقتی که به حساب یک سال بعد که ما رفتیم کلکای خود نشان میدادن اوله کرده بود. به خاطر چی اوله کرده بود؟ اونایی تو سهولت نداشتن که اینترنت داشته باشن و نشته کنن، به حساب همی خودکار بیگه در سر کاغذ تشناب به فشار نشته میکردن که ای به حساب بر ما روان شود. یعنی این قدر سختی ها را کشیدن به خاطر از اینکه علم و دانش یک ضرورت است. میگه توانا بود هر که دانا بود، ز دانش دل پیر برنا بود. حالا میخوایم دکتر سه محترم، بسیار خوب شما توضیح کردین که شما کتابای دوره متوسطه و لیسه را به حساب منظم ساختین. میخوایم امیر مشخصتر بگوین که مثلا مضامین مختلفه از یک صنف در یک پروگرام آوردین یا هر مضمون علایده علایده. اینی میره یک کمک توضیح بتین دکتر سمحترم. خوش بله زنده باشین شما خواهر گلم. یک موضوع است که ما یک چیزی در علوم داریم به نام تئوری انطباقیات میشه، یعنی بعضی چیزا قابل تطبیق بودنش مهم است. بله ما دو تا انتخاب داشتیم، یکی که مثل هر درس مکتب بگیریم امروز تاریخ فلانی عنوان فلانی این درس، این وقت از یاد میگرفت. بله تو فلان دارم بخیر منتظر ازی هستم، چون نصاب درسی افغانستان کتابکای مقبول نیست خارج گروه، مشکلات بسیار فراوان داره. یعنی ما داینده خودم اگر بتانم یک نصابی رو سرش کار کنیم یا یک تیمی جور شود، متاسفانه تا در نصاب معرف یک مشکل بود، فقط به اساس سلیقه ماشای بسیار بلند بود از طرف کدام موسته بود، چنان کتابای خرابی چاپ کردن که شما هیچ پرسان نکنید. یعنی یک نصابی نیست که با نصاب جهانی برابر باشد. بله. ما اون رقم عنوان هم خود جور کردم، ولی حالی دو رقم درس دارم. بعضی مضامین هم ما قسمی جور کردیم که هم از وقت استفاده شد و هم شاگرد بتونه به نتیجه برسه. مثلا مثلثات فکر کنید دستان 7 تام از 8 تام 9 تام 10 تام 11 تام 12 تام، ولی ما چی کردیم؟ مثلثات از تعریف مثلثات شروع کردیم، خط به خط مثلثات درس دادیم، 55 ساعت مثلثات درس دادیم. اینا لیره که شاگرد تحقیق کنه دیگه در مثلثات مشکل نمی داشته باشه، چی مثلثات 10 باشه چی 8 چی کنکور کلش هست.
مزامین ساینسی را به یک ترتیب پیش بردیم. کیمیا را چی کردیم؟ کیمیا صنف 7 درس دادیم، 8 در 11 در 4 صنف غیر عضوی میخوانند، با 2 صنف 9 و 12 عضوی میخوانند. غیر عضوی مکمل شد که نمیره بینندام شاگردای مکتب که مشنون پیش خود یاد داشته، مثلثات مکمل است، بگیرن هیچ چیز مشکل نمیمونه. و حتی چی خوب از شاگرد صنف 9 باشه ولی کل مثلثات خلاص کنه که بسالش بخیر مکتب میره معلم ایران بونه که بشین تو چه قلایق هستی. و ما این شاگرد ها قبلا داشتیم از همون درسای سابقه، پدرش میامد توفه میآورد میگفت در مکتب ما شاگرد بچه ما اول نمره اومی است و حتی معلمین می از این درس پرسان میکنه. بله. چون ویدیو رو دیده بود دیگه آماده است. کیمیا 4 صنف آماده شده، 7 8 10 11 تا کی رو تعقیب میکنن، 9 12 زیر کار است نیم شده و خیر وام خلاص میشه ان شاء الله. مضامین تاریخ صنف بسان شروع کردیم، صنف 5 خلاص شد، 8 شروع کردیم. ماشا. بیولوژی صنف 5 خلاص شد، 8 خلاص شد، 9 خلاص شد، 10 خلاص شد، 11 نیم شده. بله. ریاضی را مثل مثلثات، ریاضی را ما از تعریف ریاضیات شروع کردیم. ریاضیات چیست، حساب چیست، همه تو پیش میریم تا انتگرال. وقتی ما مجموعی ریاضی را خلاص میکنیم دیگه شاگرد مهم نیست در کدام صنف است. وقتی او درس یاد میگیره دیگه، مثلا وقتی صنف 7 هستن حساب میخوانن، کل حساب یاد گرفته. صنف 8 است فرض مثال الجبر عددی میخوانه، صنف 9 فرض مثال پولینوم میخوانه، 10 مشتق میخوانه، 12 انتگرال، کل درس ریاضی به این ترتیب تکمیل میشه. بنابراین تا که اینا همین درسایی که ما آماده ساختیم استفاده کنن، من هر روز 10 ساعت درس برشان تولید کردم. ایرا مطمئن هستم تا ختم امسال بخیر کل مضامین از 7 تا 12 تکمیل میشه. و اگر افغانا غیرت داشته باشن، شاگرد افغان اگر غیرت داشته باشه، دیگه شاگرد تنبل اگر بود او خودش بی غیرت است، بی همت است، افغان نیست، مسلمان ایشا نام بگم کالی کدام حکم صادر نشه بعد کالی حکم تکفیر کسی شد. خب مسلمان بی غیرت خواهد بود، جواب خواهد داد، چقدر چیز جواب خواهد داد، چند دین سرشان میگردیم امروز سر شاگردای ما. یک وقتی فرض مثال من تلاش دارم ولی یک چیزی نمیافم، استفادن مواد درسی نیست. فرض مثال کتاب اناتومی، ما اون جواد یک کتاب اناتومی از بی سی بی خود اصل فوال خود نگاه کردیم، اناتومی روسی در الماری ماندیم. یک وقتایی شما میفهمید این استخوان مردن میرفتیم به چی مشکل پیدا میکردیم، مورا میجوشاندیم و جور میکردیم که اناتومی را موضوع استفاده کنیم. امروزه مدل های بسیار مقبول فرض مثال موجود است. خب وقتی که شما نکنین استفاده نکنین خیانت است. یکی دین وطن سرشان است، ای وطن او کراچیوان بی سواد ما بیچاره ساخته نمیتونه، او کلش کار نمیتونه، او لکم یک دست گندنه بفروشه او موفق ترین آدم است. خلاص این بر دین، بر اینمی شاگرد است که خداوند عقلی داده که درس خوانده میتونه. دین وطن، دین دربدری افغان ها، دین ساختن شخصیت خودش، دین خدمتی که باید به والدین خود بکنیم از رای درس میشه. در پالی کل از اینا چند دین دیگه. ما خو اگر فرض مثال فکر میکنن که معلم حق داره، ما اگه سرشان حق داره، ما اگه بی غیرتی کنن نمیبخشم. اگه از ما سو پرسان کنه که جمشید تو حق داری میبخشم، میگم نه دیگه، بی غیرتی کردم، ما 10 ساعت میچینم، ما تفریح نمیکنم. بله. از فامیل دور میمونم. کت اولاد خود، من خودم آرزو دارم کت بشینم درس کار کنم. در خانه گفتیم نه، من اینمی درس جور میکنم، اولاد من کت اولادای دیگه یکسان بخونه. اگر من 10 ساعت سر اولاد خود کار کنم، نابغه جورش میکنم. راست میگین. از کار خودم میمانم، از درس خواندن خودم میمانم. من پشت هیچ چیز دق نمیشم، فارغ از پشت کتاب دق میشم. مرا میگن پشت کی دق شدی؟ من مثلا 5 سال برادر خود ندیدم، من نمیگم دق شدیم، من پشت کتاب دق شدیم. کتابایی دارم که باید میگم من کاش پیش از مردن اینا بخونم، اگر نخونم یه عوضش میمونه در دلم. ولی ما اونم رو نمیخونم و میشینم درس ثبت میکنم. و بر علاوه از این من اینم کار یک ماه ایدی که میکنم، کل از ایرم پس دینمی درس مصرف میکنم. این درسی که در یوتیوب برای از این خواهر ما میرسه، برای برادر ما میرسه، این مفت تهیه نمیشه، خودشان میفهم و شما کارونه میفهمین. کار تولید برنامه مشکل است. من کمرمه اینم برالوی که قیمت خریدیم، فرض مثال همین خرید و اینای شبانید که کمره اونا را. ما کمرمه اینم ماش میدیم ادتره و کس که رو در نت مندازه اون نت فال کرده، اینمی تنها مانه 50-60 هزار افغانی تمام میشه. ماش خود حساب نکردیم. من خدا را شکر یک توانی داده چند ناقص، ولی مضامین کلش ما درس داده میتونم. این یک خوبی را خداوند، من فکر میکنم خدا مرا به نمی کار خلق کردم، اما یک کلو بریده میده مردم باشه.
هرچند بعضی ها اعتقاد میکنن که تو تاریخ هم تو بیولوژی هم تو ریاضی هم میگم بیادر اگر جای غلط کردیم اصلاحش کنیم هر روز بله. تو آمدیم به نیست یک متخصص این مضمون چی بگیریم کل جای در خدمت تو تا اون روزی که شما نمیکنیم من اینمی که کار کرده رو ایستم خوش به حالتان شما زنده باشین نه امیرم بمی خاطر خیلی خدا هم یعنی توانایی داده میگم خدا هم من بمی کار خلق شدیم دیگه خدا قناعت میدم بنام اینی دنگ سرشان میمانه من ماش خود حساب نمی کنم اگر ده معلم بگیریم افتازاری ماش بتیم افتازاری میشه این جایی من از اتاق ماینه خانه خود برای ثبت حساب میکنم که 50,000 افغانی این جایی کرا داره یعنی فکر کنین مانع یک مصرف مادی میشه برای از این میرسه و یک دفعه شما دمی چینل یوتیوب سر بزنین این گله را باید از شاگردای خود کنیم اونمو ویدیوی رقص فلانی با فلانی 10 میلیون ویو میگیره اگر افغان انترنت نداره خیرور کی میبینه خارجی ها لقمنده ماست که نیست ولی این درسه که من اینه که مصرف میکنم او هیچ مصرف نمیدونه یک چرخ خورده من مصرف میکنم 100 نفر نمیبینه همو خواهر ما را مصاحبه میکنه بچه مکتب چی گفت بود والله یک 186 بود و 4 ساعت و 5 دقیقه و 7 ثانیه و 12 ثانیه است که مکتب بسته سعیس خواهر گلوم هست که تو قلب مرا پاره میکنه من معلم هستم من کل عمر مدعی بودیم من سعی کنیم خدا جنتا را نصیب دکتر شبعیز نیازی کنه اونا در مستری درس داشتن این اما شما ماینخانه هفته یک دفعه می آمدن گفتم استاد تو حق داری من می گفت نه من کمی خستگی تو رو در تلویزیون می بینم که درس می تی من تو رو دوست دارم من به دیدنت می آیم بر اولادای خود درس ها رو می برد بازم تو حوالگیری می آمد من اونو تو معلمی هستم که من مثل شاگرد مستری می باشم بعضی وقت مارکر حالی خوب شده سیستم متغیر کرده چی های مارکر پر می بودم در درس با جای تخت پاک کرد دست بازی رو ایجاد دست ریزاده و یک عالی می بود من اونو تو معلم هستم من قلبم پاره میشه شاگرد به درس بانه ولی خواهر گلم برادر نازنینیم بگی هم در یوتیوب تقریب که هر جای هستی اما این همی هر مواد ما را درسای مکتب سیمینارهای ما اینی کتابای دیگر را که تشریح شد من مثلا کتاب انسان در جستجوی معنا خلاص شد کتاب دومی را هم خلاص کردم بیاندیشید و ثروتمند شوید که یک کتاب بسیار خوب است در امریکا یک کتاب مشهور است Think and Grow Rich اثر ناپلئون هیل است از سر انسانای موفق میگه موفقیت ما علتش این کتاب است این رو هم خلاص کردم کتاب نو شروع میکنم برشون همین هر مواد ما رو خواسته باشد بیان در فلش برن کسایی که بردن میگه ما هیچ باور ما نمیشه که من ریاضی یاد گرفتم میتونیم یعنی من میگفتم هیچ ما بر ریاضی ساخته نشدیم میگه ولی بیخی من خود معلم ریاضی شدیم دیگار درس میتونم خب معلوم دارست میگم خواهر گلم برادر نازنینم تو 100 دفعه میتونی یک درس رو ببینی بله و بله. تو این دوره رو ببین مازی هم که داستان تر برد میساز مالی هم مجله دارم میگم همین سیستم یک دفعه 7 تا 12 رو بسته کنم بر دیگر روش ها دیگر من بسیار فکر را در ذهن خود دارم بر تغییر روش های درسی بر نصاب درسی ما خود ما میتونیم یک نصاب درسی فرض مثال بیولوژی مکتب بدل ما نیست ما خود ما میتونیم بگیم اینو تو یک مجموعه بیولوژی رو تو یاد داشته باش من ای تو آرزو دارم که شاگرد ما که بخیر پانتون میره معلم پانتون ایران کنه که چی مصیبت است چی کم میفهمه امروزه که اون سوال کردن خدا به خدا نمیفهمه بله کسی رفت از پانتون فارغ میشن کار امور زندگی خدا نمیفهمن چطور پیش ببرن واقعا خو اسادت دشمنا را به حساب دشمنای علم می برمی انگیزین از اون خاطر به حساب سر شما به حساب محدودیت ها وضع میشه که شما خدا نخواسته همین هسته و شوری که دارین شور هستی که دارین که شما میخواین برای جامعه نور بتین روشنی بتین میخواین مانع از اون شود بنان او خدا شما را به حساب انشالله که همیشه حیات داشته باشه و آدم های صالح را خداوند انشالله که یار میکنه یاری میکنه و ایمی که با دست خالی شما قدر همت کردین بدون کمک و استعانت هیچ انسان در افغانستان با این صداقت دلسوزی کار نکرده در مخصوصا در نیم قرن با این مشخصات که شما همون دکتر ژاپنی که بساب خدا جنت نصیبش بکنه که من که شما را میبینم خدمت شما مساوی به اونو خدمت اونو انسان آزاده از کامت و بالاخره ای افغان ها استقبالش کردن و او را به حساب شهید ساختن خدا نکنه برسی افغانستان کشور مردخیز است مگر متاسفانه مردشناس نداره متاسفانه حقشناس نداره کسی که خدمت کرده متاسفانه هیچ وقت استقبال نشده و بعد از او که به حساب مثل سید جمال الدین افغان باز استخوانایشان رو میرن از کشورهای دیگه میره و این گپ است که پدرم میگفت من که تا هستم کسی مرا نمیشناسه وقتی که من نبودم باز اونو وقت است که استخوانای من از دیگه جایا برم میارن این ملت اینی متو ملت هسته دیگه خداوند شما را
حیات جاوید نصیب بکنه دکتر صاحب. با این برنامه های بسیار عالی، این استعدادی که شما دارین، این دقیقاً یک نبوغ است و خدا ایره بر شما همیشه مبارک داشته باشه، پاینده داشته باشه. شما زنده باشه، شما زنده باشید. من فقط یک چیزی یادآوری کنم همینجا که ما بسیار خوشبخت هستم که با شما آشنایی پیدا کردیم. خواهر گلم، از محبتهای شما ما همیشه سپاسگزار هستم. فقط یاد او روزهایی به ذهن ما آمد ولی که شما گفتین، ما متاسفانه و خدا با وجودی که من یک آدم بی‌غرض هستم، یک در زبان خراب دارم، یکم چیز میگم، ولی با خدا قصدن مرچرم از زیر پای نکردیم، یعنی هیچ این تصورشام ندارم. یعنی من یک وقت یک کسی را گپ زشت میزنم به خدا شب نارام میشم، چرا تو شد، برو مزرعه بخویم چی، ولی به خدا دو تا انفجار پشت سر ماندم، تهدید کردن اکثر از اینم داخل ماینخانه ما آمده بودن، یعنی منیس مریض پیش ما آمده بودن، داری کونه آمده بودن، از ماکس گرفته بودن برای ما روان کردن و در شرایط سخت کسی که بازم یک استقامت و یک استواری داشت شما بودیم. در اون روزای سخت یادم آمد که شما زنگ زدید که من چی کمک میتونم چی برات شما بکنم. دیگه زنده باشین خانه آباد. فقط اونی که گفتین که این برنامه شما میمونه که اگر زنده موندیم، اگر نموندیم تو پلانا یک چند موضوع را بگیم که اگر نبودم دیگه همی یک فکر شوه برای مردم و از همی افغانای ما که در خارج هم رفتن نتاقا و اینا برنامه میسازن یکام تا ازی برشنگیزه شوه جور کنن. من خواهر گلم همیالیم با متخصصین جا صحبت میکنم، یک برنامه جامعه شناسی، یک دکتر جامعه شناس اگه بیاریم بخیر ثبت شود باشه، یک کسی میشنوه یک روزی استفاده کنه افغان ما، حتی یک خانم بی سواد که مکتب نشد بخونه آرزویش داره. بسیار مردما میگن ما شوق داشته بتو ولی نموندن نشد ایشون شد بتونه اونمو رو بشنوه. همین یک راه است. خود ما آرزو دارم یک تفسیر روانشناسی روانشناسانی قرآن کریم نشده که با مو آیاتی که در روانشناسی چه ارتباط داره صحبت کنیم. بعضی وقت مرا باز در این برنامه دوستا در وقتا انتقاد میکنه او تو خودم ملا جور کردی، تو علم کت دین او بیا در من میگم از ارسطو یک کلام میگیم، از افلاطون میگیم، از فلان آدم میگیم. اگر یک کلامی را که خدا گفته، پیغمبر ما گفته و با می موضوع علمی یک جای است مطابق است، چون از یک کتاب بزرگ هیچ من نیست یک آدم، همین یک کتاب بزرگ است در سطح جهان، نمیشه بگیم در اینی کتاب هم که یک موضوع آمده، اینی یک برنامه بسیار خوب میشه. یک سعدی و حافظ و مولانا، اگر همین مقصد مثلا همین سعدی سراسر ادب و اخلاق یاد میده، ای کاش نظام درسی باشه. همین یک برنامه بر سالم زیستن شروع کردیم. موضوع دیگه که همیشه در ذهن میگرده که آدم بتونه یک برنامه برش داشته باشه، مشهورترین کتابایی که باید خوانده شود ولی یک کسی وقت نداره، امروز دنیا پر از دغدغه است، این فلشش باشه در موترک خود بشنوه، میتونه بسیار کمک کننده برای مردم ما باشه. همین موضوعات طبی بیان شود. خواهر گلم شما میفهمین یک کسی که مریضی شکر دچار میشه چقدر خودش افسرده میشه، در زندگیش چقدر محدودی. اگر برای یک کسی پیش مانده بتونی که این ده عامل تو را دچار شکر میسازه، بسیار میتونی از این مریضی جلوگیری کنی، بسیار کمک میکنه. یا اگر دچار شکر است، این ده تا پیشرفت مرض را کنترل میکنه. یعنی اینو تو یک چیزای دپولی در سای مکتب به فکر ماست که تنظیم شود و اگر دیگران شود بسیار میتونه کمک کننده باشه. و انشاءالله بسیار موضوعات اساسی و حیاتی از خداوند، انشاءالله که حیات توأم با صحت و کامیابی و موفقیت ظاهری و باطنی به شما نصیب بکنه و با آرمانهای بسیار مقدس و پاکتان که شما بدون کدام غرض و مرض، یعنی بسیاری ها این تجارت ساختن، نه کار میکنن به خاطر از اینکه پول، و شما به خاطر یک حس انسان دوستی، یک حس بساب بیداری وجدانی و ایمانی کار میکنن. انشاءالله موفق باشین دکتر صاحب محترم. شما گفتین امی درس ها را شما ترتیب کردین، قسمی که من فهمیدم یعنی مثلثات یا مثلا تاریخ یا بساب جغرافیا، ترتیب به ترتیب از صنف 7 تا 12 کلش در یک فلش می باشه و این فلش شما برای بساب برای خانواده ها میدین. شرایط گرفتن فلش چی است و اینو بساب آیده مقابل پول میتن، چقدر پول باید بتن و افغانایی که در خارج هستن اینا چی کمک کده میتونن؟ شما همین برنامه ما را که میبینن، من متعقن هستم بسیار آدم های با وجدان هم هستن که برنامه را میبینن، چی تو میتونن در این کار خیر که حدیث پیغمبر صلی الله علیه و آله است که بعد از مرگ سه چیز از شما میمونه: علم نافع، خیر جاری و بسیار
و اولاد صالح. شما الحمدلله در قسمت علم نافع برنامه های بسیار وسیع دارین. اینال ما چطور میتونیم من حیث یک افغان مسلمان دمی پخش امی علم نافع که شما الحمدلله تهیه کردین چی خدمت کرده میتونیم؟ بله و ما در پالی گلایه که از مردم میکنم، باز مردم خوبی های خودم دارن، کوشه نمیشه فراموش کنیم، مردم های خوب زیاد داریم. ما دو فعلا دو روش ما داریم، فقط یک چیز باز یکام تا شروع میکنن که والا نت نیست برق تو نگوین که ما ایره نمیفهمیم. ما دمی متن مردم هستم، من مثل از امینا هستم، از نظر شرایط اقتصادی هم زندگی هم کلش هم میفهمم، بی برقی هم دردش هم میفهم. برق که نباشه، من خودم مثل یک وسیله برقی هستم، برق که نباشه فکر کنین من هیچ کار نمیتونم، بیخی دیگر رنج میکشم. من میفهمم برق در کل جای نیست، کمپیوتر در کل جای نیست، فلش کلگی نداره، تلویزیون کلگی نداره، اینا رو میفهمم، ولی در پالی از این بیکار بوده نمیتونیم، توقف کرده نمیتونیم. یک نفر با سواد بسازیم کفایت میکنه، یک نفر، در حالی که تو نیست. شهرهای بزرگ شکر برق هم دارن، کمپیوتر هم در اکثر خانه هست، تلویزیون هایی که خریدن کلی که تلویزیون فلت و سریال کش وقت ها نخریدن، حالی دمو خیر یک چند روز درس گوش کنن، جای فلش میخورن. ما فعلا دو رقم توزیع داریم. ما هیچ وقت از اون وقت که درس ها را ثبت کردیم تا بالی، نه در کتاب های خود، نه برنامه روانشناسی خود، نه در این درس ها، ما منفعت اقتصادی برای خود نداریم. مثلا بارها مره مردم گفته که او از تلویزیون ها، از برنامه روانشناسی سیمینار های چه قاید میکنی؟ میگم به خدا او تلویزیون ها کل رایگان میره، ما تا کرای موتر هم خود ما میدیم. نمیگه که دیوان هم نیستیم، میگم اونم که دیوان هستم. تنها همی چیزی که سر خود افتخار میکنم که باور کس نمیه کمی آدم همی برنامه رو رایگان پیش میبره. این همی کمی خود بزرگ احساس میکنم که چون باور مردم نمیشه. بله. ما فعلا دو رقم توزیع ما مواد داریم. در دواخانه برای کسایی کار میکنه، ما درس اکسپ میکنیم دیگه، برای زمان ها میتونم ادت میشه خلاص، ما دیگه کچه کار نمیداشته باشیم. اینا دو رقم توضیح میکنن. یکی مردم ها گفتیم خودتان فلش و هاردیسک بیارید، هر چی کار دارین اینا برای شما مندازه. در مقابل از این ما نرخ ماندیم 50 افغانی، ولی تو 50 افغانی نده، اگه توان داری 100 افغانی، 200، 500، 10,000 هر چقدر دانستی. چرا؟ برای تو خود درست که آید فراوان داره، یک درسی که مثلا در یک سال 50,000 یک لک یک نفر مصرف میکردی، ولی کل فامیل میتونی از اون ببینی. بله. همین 50 افغانی هم که دادین، فکر کو شما در یک سیستم کمک کردین، 50 افغانی رو من نمیگیرم، اما اون بچه هم که در کمپیوتر مندازه او رو من از جیب خود ماش میدم. پول از اینا را ما به خود کار ندارم، فقط ما از یک چیز میترسم که بنابر کدام مشکل اقتصادی یک روزی همی روند توقف پیدا نکنه. حالی ما تقریبا یوتیوب ما برنامه چون هر روز کلش نمیشه، یک برنامه فکر کنید تا آخر سال ما برنامه وقت تیار کردیم. بنابراین یکی خودشان فلش میارن. بله. اما گوشه چشم دارینشان افغانی بتن، اگر ندارن هم پیشم ما از جیب خود میتونم، ولی ایره خود دارن کلی که ایتونیست که 50 افغانی نداشتن، ولی اگه زیادتر هم میتونن گوشنه چشمی نکنن، فکر بلد. نکنن درس خریدن، نه فکر کنن به یک سیستم کمک کردن، چون من میخواهیم این چرخه تو نشد تنها تاست افغانای خارج از کشور باشه، نه افغانای داخل کشور هم باید سهم بگیره. ما یک سال میشه میگم آجی صاحب کجاستی؟ امی درس به نواسی تو به درد میخوره. بله. یک کمک کنم، متاسفانه آجی ها کنم، از هیچ کس آجی نیست آجی ها چی میکنیم. قرار نیست این چرخه ها همیشه از خارج به چرخه، همیشه یک موسسه باشه. بله. ما به هیچ موسسه نگفتیم، هیچ نرفتیم به یک موسسه که من ترخه بتویم که من تو کار نیم. ما خود ما یک سیستم باید پیش برده بدینم، اما کار اگر نمیتونیم شرم است. من خودم داینده آرزو دارم اگر یک جای زمین گرفته بتونم، من یک مکتب تیز هوشان جور میکنم، سالانه 100 نفر از سر تا سر افغانستان طفلای باهوش میگیرم، کوتوله که نابغه میتونه شوه، میتونه یک وطن تغییر بده، میتونه کل سیستم اقتصادی را بسازه، زیر بنار معادنه اونم تو یک تفل بانم و هوش پشت یک گوسفند کلمرش تیر میشه که بچین گوسفند برو تیر کن که ما خود ما دیدی میره افتخار ما در وطن بود که گوسفنده که خوب هم تشکمکش پر سیر میه خانه، این افتخار بود. آفرینی میگفت ما دیگه خود بهترین گوسفندچران دنیا فکر میکردی. بله. اونم اون تفلک در یک گوسفند و یک بیل زدن زمین زایی میشه. بله راست میگه. اگر بتانیم یک مکتب تیزوشان مثل که شما در اونجا میشنوید بیل گیت. بله. ایلان ماسک سرمایه‌دارا میرن در پوهنتون ها نخبه ها را میگیرن، کسایی که نمره کدری دارن برشان. بله. بورسی ها میتری ها برشان ماش ها میتر، ولی بازو در سیستم از او چنان تغییر میره که میلیارد ها چند از او فایده میکنن. ما این مکتب تیزوشان داشته باشیم که بریم
یک امتیان بگیریم اولاد غریب درس خانه یک لقمه اگر نان بتیشه بگی بچه من صبح تا شام درس بخوان و ایره هر چی یاد داری استادای پنتونم در مکتب دعوت کنیم اگر امروی کلی که شکر رابطی خوب دارم سلام علیک دارم هر کسی که بگوییم بیا در برنامه ما نه نمیگن بیاید کور کنم که این طفلا فقط یک دایم سرش باری که بچه ما از توی چی دیگه نمیخواییم فقط دقیقا. اگر فکر بگی سرت مصرف شده تو پس در این وطن یک کاری باید بکنی و با خدا 100 نفر خواهر گلم یک وطن میسته اینا میاری 100 تا خانواده این وطن گروگان گرفته 100 تا سن بله از این وزارت میرنده ای از این دو از او دو از او دو باز نهایت که جرم و جنایت میکنن قرشوات میخورن جزا در افغانستان میرو بگویم سعی کنین احمد میتن در وزارت الف ایجا قرشوات میخورن نوبت میشه جزایی رو تطبیق جزا میتن چی میکنن در وزارت بی میبره کایدش یک کمی کمتره بله زندانی نمیکنن در وزارت بی چی کرد که دیگه نام نمان رسوایی شد نگه لبرو سفیر فلان کشور جدایش کردیم سفیر شد باز در سال بعد اونمو آدم پس میاره در اینجا در رأس قدرت بله اینو تو یک سیستم است باز وقت آخر پایلو که دیگه دلاران در جیبش میزنه میگریزه میره بله بله میفهم ولی اگر بتانیم اونو تیز وشای خود تربیه کنیم و خدا سن نظر آفیسی وطنه بسازه واقعا واقعا اما خدا... یک جمله در فیسبوک نشته میکردن میگفت فرق ژاپنی که چه واقعیت داره مهم نیست ولی مفهوم داره میگه در ژاپن 9 نفر کودن و دنیا به یک نفر هوشیار بله در افغانستان 9 تا هوشیار یک تا کودن اما در اینجا چرا حال خراب است در اونجا میگه هوشیار رئیس 9 تا کودن میکنن او کار میکشه اینجا اینم 9 تا هوشیار زیر دست کودن میتن کلش چی کنن خراب به خاطر یک رمی گوسفندا با سرکردگی گرگ پرنده میشه ولی یک لشکر گرگ با سرپرستی گوسفند بازنده میشه متاسفانه وقتی که در این وطن نیست کودنترین میگیره پول میته میلیون ها دلار فر گلم فقط 10 نفر فرعون جور کردن اینجا برش پیسه دادن او آجی سای فلانی است آجی سای فلانی نه تقویش معلوم است نه دانشش نه تخصصش فقط موترای تیلریش معلوم است برش پول دادن واقعا و او را چی ساختن اونا اموی از شطر گلک شطر گفت تو از امی صاحبیت از انسان ها چی گله داری گلیت ابو گفت من از وزن زیادش از لط و از پیاده روی و از هیچ چیز من شکایت ندارم از تشنگی فقط دل من دهی درد میکنه که من را در دم خر بسته میکنه متاسفانه بدبختی کشور در دم خر بسته کردن یک سلسله است دقیقا و این خرابی است بنان چی کردم میتونم بخشین من یک مشکل دارم زیاد گپ میزنم عفو میخواید فکر میکنم هایتان بسیار ارزشمند است بسیار رهگشا است بزرگوار است این گپ آخری که مردم ما چی میتونه مردم گل مردم عزیزم بیاین ما کل عمر خودم بر از این موضوع ماندیم کس کمکم ایران باید بگویم من خودم شخصا نیاز به هیچ کمکی ندارم و شاید از اگر شما هستین بارها برای ما گفتن ما چی کمک میتونیم ولی من تا جایی که سیستم رو پیش بردم گفتم خواهر گل یک جان سپاس بله خواهش میکنم راست میگی بنان من برای خود چیزی کار ندارم من از خردی کار شروع کردیم مرا فامیل میشناسه من از خردی رفتیم معلم شدیم خودم برای خود حتی برای فامیل خود کمک کردیم من حتی از فامیل عاید نگرفتیم و من دسترسم بر شاگردای ما میگم من تا هنوز یک روز که چرت میزنم که بی همت بی غیرت زندگی کرده باشم من تا بیکار زندگی کرده باشم نبوده در زندگی و روزی که او غیرت او محبت او مردم دوستی نباشه امی دعا میکنم مردم امامین بگه خدا کارم نمیزنده که خلاصش کن من هیچ ما به کمک کس به فردی خود نیاز ندارم میفهم و آرزوهای خود گفتم ولی اگر مردم یک جای شوه این سیستم قوی تر پیش میره دقیقا ما شما باز شاهد هستین نه که کسی را ملامت کنم هر کس خودش میفهمه رفتنش از این کشور ما که هم از شما و هم از ده ها هم وطن دیگه خود من سپاسگزار هستم دمی گدودی هایی که بود افغانایی که برنامه را اونجا میدیدن بر ما گفتن که ما اسپانسر میشیم آدرس ما اینا و اینا بخی بیا ولی ما پیش خود هرچی سنجش کردم ما به کس ضرر نرساندیم بد نکردیم نهایتا کشته شدم شهید استم به می باور دارم ولی ما از هر جایی که خود اینجا موثر میدانم شاید یک جای دیگه برم امی آرزو در قلبم نمانه زندگی تغییر کنه فرصتش پیدا نشه من گفتم امی جا خوب هستم و بعدش دیدم که بسیار مردم ها که میبینه دکتر سوی بنوز شکر که تو هستی وقتی برای یک کسی من بی شکر گذاری هستیم بان که باشیم امی جا بنان من امی جا میمانم
و تلاش خودم میکنم و از خدا میخوام شرایط نبیکس مجبور شم برای بانم همینجا کار بکنم. من هیچ با کسی دشمنی ندارم. وقتی از بدیا یاد میکنیم درد مردم است، من شخصی خودم از هیچ کسی نه آسیب دیدیم، نه شکایت دارم، نه شکوا دارم. یک دردی را که میگیم از مردم میگم، من شکر خودم طبابت انوزم در افغانستان آیدش از هر رشته کده خوب است، مراجعین هم شکر است. و حتی یک گپ دیگه هم است، مثلا بعضی افغان ها اینجا میان میگه والا دکتر صاحب، مرا خواهرم از اروپا یا برادرم از جرمنی زنگ زد تو برو پیش دکتر، ما چقدر میخواییم میره ببینیم. چون میگم خب شما بخاطر که همسایه ما چون چطوره کاییست، شما دستی من نیستین، در خارج افغان ها دوستم داره. دیگه هم بیچاره افغان ها از خارج چند نفر گفتن که میاین اینی مصرفت ای آدرس بخی بیا، من نرفتم، گفتم نمیگوشم. این حالی افغان ها چی میتونن؟ همین سیستم درسی رو کمک کنن. یک روزنی بسیار خوب بر افغان ها این میالی باز شدن. من اگه کمک نمیتونن یک کار دیگه کنن. یک 5-6 تا معلم معاش بتن. امروز مردم بیچاره مجبور است به 5000 افغانی هم ماش کار میکنه، همین درس ها رو ثبت کنن بتن. ولی اگر برای من کمک کردن، من خوبترین معلم ها رو میشناسم، بهترین درس ها رو میتونم برشان ثبت کنم، صنف مقبول تر جور کنم، درس های خوب تر جور کنیم. یعنی قرار نیست کل هم وقت هم هم انرژی را هم پول هم مصرف کنم. نه، وطن سر کلی گیق داره. ما هر کدام ما بگوییم که 10-20-30-40-50% حداقل از زندگیم، از وقتم، از فکرم، از پولم برای وطن. این حال یک کسی مصروف است، یک مقدار پول داره، قرار نیست سرمایه دار باشه کمک کنه. نه، حداقل اگر دستش به کسی دراز نیست میتونه کمک کنه، و این کمک قرار نیست بسیار زیاد باشه. $10 میتونه برای یک کسی یک آردسک شوه. $10 شاید اونجا زیاد معلوم نشه برای یک کسی. دمای $10 شاید یک پول یک قوطی سیگارت شوه، یک قوطی سیگارت به خاطر هموطن خود نکشه، یک نوشابه شوه، یک محفل میمونی رفتن شوه. ببین افغانای ما چند کار کنن بر چند وقت. میمونی ها را از چند رقم غذا بیارن به 2 رقم غذا. بله. آرسی ها را کمی مختصر کنن. هر کدامش میگه به خاطر وطن خود من چکر پلان داشتم که جایی برم برای چکر، مامور نمیرم اینی پولش برای درس کمک میکنم. یک کنسرت هم مس کنن نرن، به خدا خواهر گلم اگه بخواین امو موزیک دم و خانه امو نرمند بانن گوش کنن که خود خیزکان بزنن، به خدا زیاد فرق نمیکنن. در زیاد از این کنسرت ها، زیاد از این چکر ها والا خستام میشن. ولی لطن. وقتی کمک کرده باشن برای درس، نامکشون یاد میکنم، خواستن عکس خودم بتن، مدام برنامه میمونم میگیم نی بزرگوار است. بله. و کل مورو ببینه سر خود افتخار خواد کرد و اولادشان افتخار خواد کرد. نه دو قرتک زدنش، اولادش صبح ببینه که مادرش دو جا قرتک 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 قرتک، اولادش خواد گفتی مادرم چه قرتکی بوده. همین قرتکار بانن که وطن یک دفعه آرام شد باز بخیر بکنن انشالله. ولی از همین بعضی چیزای خود کم کنن، یک قسمت شکم کنن برای درس کمک کنن. اگر میتونن یک جای ثواب است، یک کار خوب است، پولشان نامشان گرفته میشه اونجا است، یک سیستم درسی برای سالها میمونه. حتی خودشان میتونن بگوین برای ما اینی سیمینار، فرض مثال من میخوایم در مورد قمار برای ما یک معلومات بدی، شوهر ما فرض مثال قمارباز است، شاید گپ تو اگه شوهر ما فایده نکرد ولی 10 نفر دیگه که هنوز قمارباز نشده شاید فایده کند. یک نفر بگه من یک سمینار تعلیم تربیت اسپانسر میشم، یکی بگه روابط زناشویی، یکی مثلا چرا مثلا زندگی های زناشویی به طلاق می انجامه. بله. چرا هم یک بانای ما در خارج خواهر گلمیانی چیزی ما برداشت دارم، این تو طرف نخبه شدن نرفتیم، متاسفانه یک طرف بیهوده شدن است. یعنی دقیقا. شاید انگشتمار باشه اطفال افغان کوچه درس خوب میخوانن، جوان دقیقا. افغان درس خوب میخوانه. اینا مطلب بگه فلانه کتاب برای من فرض مثال 20 درس در قرن 20 برای من تشریح کو، اینا خوش کنن من برشان تشریح میکنم به نام خود. یا بگه فرض مثال تاریخ صنف 8 به نام من درس بده، ضرور نیست زیاد کمک کنم، من این کار رو میکنم. اینا مثلا $50 هم کمک کرد، من میگم وای این کل درس خیر، اون شاید کتاب مصرف زیاد باشه، من این کل به افتخارم اومدم. چرا من خوب کار میکنم ولی برام کم از امکاناتم بیام از سیستمم میچلونم و خوبترش ساخته میرم. به نان اگه کمک میتونن بکنن، اگه نمیتونن هم کسی خود احساس عذاب نده. شاید یک کسی بخواه من میگه میخواستم کمک کنم ولی ندارم، نه اگر مجبور هستن نکنن. من ایتو نیست که در سرحد مجبوریت باشم، نه من شکر یک لغمه نان هم پیدا میتونم، این سیستم هم پیش بردم میتونم. ایتو نیست که یک افغانی خود زیاد زیر فاقه قرار بده کمک کنه، او کمی احساسش از خانه شابات او فقط یک مهربانی کنه، شاید نت برایگان داشته این ویدیوی ما رو یک گوش کنه.
امین بهترین خدمت دختر ما انشالله جناب دکتر. هر کس هر چی به ذهنش میرسه که کمه حداقل در یک محفل که رفتن همه تو گوشکانی بوگ خبر داری یک افغان مومس سیمینارای روانشناسی دارن یک گوشکو شاید به دردت بخوره گپای ما کوشش کردیم علمی باشه با آخرین تحقیقات برابر باشه. ما هم امروز مثلا همین کتابای نو فرض مثال امروز یک کسی را زنگ زدم که اینی فلانه کتاب نو 2020ش چاپ شده ما اون کابلات صادق سابقه را دارم 2020ش چاپ شده فردا گفت میرسانم ما کوشش میکنم همو موضوعات بروز برشان باشه. اینا هم هر کمکی میتونه حداقل اگه کارا رو نتونستم لطفا همی برنامه بیهوده گوش نکنن همین نه به بیهودگی بوی افغانا انشالله کلی چیز جور میشه. تشکر بسیار زیاد جناب دکتر صاحب. ای کاش فرصت میداشتم که ساعتها شما صحبت میکردین و اینقدر مقبول مسائل شما مطرح میکنین اینقدر پیشنهادات عملی که دشوارم نیست و بساب تقاضای بسیار بالا هم نیست از هموطنان و چی در داخل افغانستان چی در بیرون افغانستان. یک چیز من حیث شاید اینی من میخواییم که اعتراف بکنم که آمده که شما گفتین انسانهای با احساس و با وجدان در هر جایی هست و مردمی که در داخل افغانستان هست اونها فکر نکنن که ما برای زمه هستیم و شما به حساب همین کسایی که در بیرون هست باید همیشه کمک بکنن همیشه به حساب سپانسر شوند. نه اینا مشکلات خود دارن اونا مشکلات خود دارن والا همین آروسی هایی که در اینجا در خارج من میبینم به مراتب به حساب ساده تر است نسبت به آروسی های مجللی که در داخل افغانستان. مایرون میموندم که در یک شب 7 دفعه لباس تبدیل میکنن اینا و در اینجا شما توان از یک دفعه لباس پوشتن هم ندارین در عروسی ها که میرین. یعنی اینجا دشواری های خود داره. اگه صدای دول از دور خوش است درست است که چون ارزش پولش بالاتر است مردم افغانستان فکر میکنه که مثلا یک دانه نان که در اونجا 50 افغانی است شاید اینجا مثلا 50 افغانی 1 سنت باشه بس برای 50 افغانی بس 50 سنت باشه. نه یک قرص نان در اینجا $3 است $3 و بله و محیط کاری اونجا به مراتب شاید 100 چند پر استرس تر از افغانستان باشه. اونجا استرس داره با خود اونجا یک کار ماشینری بسیار شما مرتب منظم تلاش کنین فرصت نمی باشه برای یک تفریح صبح شام باید تلاش کنن مالیات بدین درسشام جنجال خود داره تربیه اولاد جنجال خود داره مالدار است. ما سرمایه دارا در افغانستان داریم اگه 1% سرمایه گذاری سر مثلا یک شون بیا به نام حاجی سای فلانی یک مکتب جور کنیم همین کل امتیازش از او فقط ما می زمینی خدمت ما نام خودم نمیمانیم یادم نمیکنیم میگیم از حاجی سای فقط ما اجازه شوه یک زمین خود یک نفرش جون نیست که بتو بگی نمی زمین ما وقف مکتب به نام خودش اولام نواسای خودش دمو میگیریم اما متاسفانه خب تا کی احساس پیدا میشه ولی خدا مهربان است تلاش میکنیم مهم همیست که آدم در نیت خوبی خداوند بر ما در دین یک برکت مانده بگه کار خیر که نیت کردی ثواب شروع میشه تا دقیق. که به خیر میرسی میکنی در کار بد تا که باز نکنی گناهش نیست که انجام شد باز ولی در عمل نیت همین که نیتش داشته باشیم این که تا کجا میرسیم ویش گفت برای دست همین که با ما اول مانده شده همین کار گپم که قبول کردم که بیاین کمک مردم هم بگیم که یکی سمکاری پیدا شود در آینده بخیلی توجه شود که بله همین کسایی کمک کرد همین خوب بود همین روان تقیید ضرورت است واقعا دکتر صاحب. یعنی حرف های شما همونطور که بارهای بار من یکی از علاقمندای صحبت های شما هستم حتی به همین پروگرام های درسی را که بر شاگردا ساختین امین هم من گوش میکنم و بسیار کلام کمال علاقمندی و معیران هستم که امو آدمی که نان بر خوردن خود نداره و به حساب من میبینم که زنگ میزنن یا مسیج میمونن که کمک کو معیران هستم خیلی تو آنلاین هستی همیشه ای پول اینترنت از کجا میگینی؟ اگر تو پول اینترنت داری پس مانای عزیز که تو غریب نیستی دیگه به خاطر ازی که اگر اونمو پول تو بگیری به حساب بری درس بخونی اونمو رو به یک کار خیر برای استفاده کنی طبیعی است که به حساب وطن در یک جای میرسه. هموطنای عزیز جناب علامه صاحب میگه که چطور که از اعمال بد نکوش میکنیم باید از کارگران صادق و مؤمنین حاذق نیز همواره ستایش نماییم. به شبهه این کردار سبب زیادت تشویق و اقتدار و فعالیت مخلصان دیندار و نیکخواهان جامعه گشته و روی هم رفته این زمره کثرت یافته و زیادت همچو اشخاص در اجتماع باعث هر گونه خیر و بهبود آن کتله میگردد. امیدوار هستم که جناب دکتر صاحب جمشید که یکی از خیرخواهای جامعه است و شما میبینید که چقدر پلانهای بسیار خیرخواهانه عالی برای اطلاع وطن داره
بیاین که دست به دست هم بتیم ایتو پروژه های خیره که خیر باقی است. چقدر اولاد این وطن که در آینده به حساب سطح سواد و تعلیمشان بالا میره و چقدر که چیچم از پای علم باید گداخت که به علم نتون خدا را شناخت، چقدر که خداشناسی در جامعه به حساب تمیم میشه و مردم از ترس خدا، از حیای خدا به گناه و خطا روی نمیارن. اینمی دقیقت یک خیر جاری است که بر ما شما میرسه. بیاین که دست به دست هم بتیم اتو شخصیت ها را کمک بکنیم. خدا دقیقت ما کمک میکنیم و اندالله اندال رسول از مخصوصیت روز قیامت خدا میتونیم که حداقل یک سند داشته باشیم که در اونوت شرایط دشوار ما اینو تو پروژه های خیره، اینو تو معدن های نیکویی را تقویه کردیم. انشاءالله که هموطنهای عزیز ما، بازم من میخواستم در این برنامه از جناب استاد اسدالله محمدی که $100 بر برنامه شما کمک کردن دکتر صاحب و او $100 شما پیش ما امانت است، ما بار بار بر شما گفتم که بر شما روان میکنم دیگه. و هموطنهای دیگه عزیز ما که اگر شما میخواین جناب دکتر صاحب کمک کنین، میتونین پولتان بر ما روان کنین، ما بر از اینا روان میکنم. و شما سعی کنین پیسه یک بس بوتل یا یک کن یا قوطی کولا یا فانتا یا پیپسی یا هرچی که ما شما میخوریم این 50 سنت کمتر نیست. با اونمو پول ما میتونیم که بس جمع کنیم در ماهی $15 شوه، ماهی $10 شوه، ماهی $20 شوه. اما پیسایی که شما به خیرات نگاه میکنین در قاد قرآن شریف میمونین، اما پولایتان شما دهید تو معدنهای خیر بتین. درست است جناب دکتر صاحب بسیار پیشتر خوب گفت، شما یک قرص نان میتین او آدم میخوره امروز سیر میشه، مگر فردا باز امو گشنگی ادامه داره. چرا ما کار نکنیم که امی آدما از گشنگی نجات پیدا کنن، سبا خودشان ماهیگیر شون به جای اینکه ماهی بخورن. دیگه این ایتو پروژه را ما کمک میکنیم. من هنوزم در خدمت دونستم و هنوزم تا وقتی که در افغانستان یک بی سواد باشه ما احساس آرامی کردن نمیتونم. چرا پدرم میگفت که جهاد است این مبارزه با بی سوادی، جهاد میگفت افغانستان به سبب این است که اول باید سواد و دانش سطحش بالا بره. از امو خاطر عالمی بود که کتابخانه ساخت و از طریق کتاب خانه بساب کار مغزی میخواست جامعه را رشد بده. میگفت کتاب بیاین مفت بگیرین. میفهمین که کسایی بودن که میامدن میگفتن برین از کتابخانه فیضانی کتاب بگیرین که کتابایش خلاص شود. یعنی سرقت میکردن کتاب به خاطر از این که بساب میفهمن که مغز انسان از طریق کتاب رشد میکنه، جسم انسان از طریق غذا رشد میکنه. متاسفانه فرهنگ کتاب و کتابخانی که پیشتر شما بسیار خوب اشاره کردین که من ارمان ازیر میکنم که چرا من کتابا را فرصت نکردم که بخوانم. او وقتتان هم شما میگذارین برای اولاد وطن، برای حس مسئولیتی که نسبت به فردای افغانستانه که متاسفانه به طرف قهقرا سوق داده میشه. اگر ما شما دست به دست هم بتیم انشاءالله که ما میتونیم کارهای به مراتب خوبتر ازی بکنیم و ایتو پروژه های خیره هم وطنهای عزیز که برنامه ما رو میبینین، ایتو پروژه های خیره کمک بکنیم. مکتب تیز هوشان، پروگرام درسی امیال علل جاله که به سبب امرجنسی است، عاجل است که اولاد ما بسا به تعلیم و تحصیل نمونه. بیاین که پروژه خیر کمک کنیم. جناب دکتر صاحب آخرین پیامتان هم میشنوام، در 2 دقیقه اگر میتونین خلاصه بکنین بعد از برنامه میکنیم. زنده باشین. مثلا مثال بر شما بدم که همین گپی که ما میگیم یک قرص نان چی فرق میکنه، سعی کنین امیال مادرها طفلکای سوی تغذی به دنیا میاره. اگر همین مادر آموزش داده شد که مادر گلم قرار نیست 10 تا اولاد بیاری، وقتی میبینی شرایط تغذیوی خراب است، درسش رسیده را میتونی قرار نیست، هنوز بر مرد مامی فهم و تفهیم نشده چی میگن، ضرب المثلی که بسیار فکرام میکنن چی گپ قهرمانانه گفتن، میگه وزنش زمین میوردارن نانش خدا میده. ولی این بدترین جمله است که ما میتونیم بگیم. در اولاد دو چیز نیست که وزن باشه و نان باشه. سوال در جین ما نمیگرده تربیه زیر کی میکنه. امی اولادی که پای برق میزنه، سرک خراب میکنه، وطن خراب میکنه، این اولاد کسی نیست. همین ما انگریز روس که میگیم، اولاد انگریز روس نیست، اولاد خود ماست. مادر گلم سر به گریبان کنیم، به دنیا آوردیم بچه کو در کوچه لاکو، باز او از کوچه او انسانیت یاد نمیگیره، او اونو تو قاتل جانی میشه که وطن خراب میکنه. این اولاد خود ماست، نتانستیم این را باید اصلاح کنیم. امون گپی که میگن یک کسی پیش دریا میخواست آب بنوشه، دید که یک کسی را آب میبره، او را کشید، تا او را میکشید دو ماه آب آورد، سیم آخر مانده شد دیگه نتانست.
در حالی که میگه سر پل دیوانه استاد بود، هر کس تیر میشد به دریا تیلش میداد. رای علی بود که دیوانه را سر پل پس کنن. ما به یک قرصنان که از اون متاسفانه باز اکسام میگیریم، ایره نمیگیم که یادم امیالی چقدر شرم میکشه، یالی از مجبوریت قبول کرده اولادش چقدر شرم میکشه، یا این تفلک صبح کلان میشه به یک آدم بزرگ ولی میبینه که یک نان گرفته و مثل خیرات خور است، چقدر غرور انسانیش خراب میشه، این توجه نمیکنیم. به هر صورت خدا میربان است، ما تلاش خدا میکنیم، انشالله خوب میشه. احترام امی جان، فرض مثال یک کسی کلان قوم است، بگیره یک کسی برای کوچه خدا جیز در یک مسجد نماز میخونن ببره یک بسته فلش ببره، بگه پدر و کسایی که اولاد دارین بگیرین از این فلش ها برین. هر کس تلاش خود اگه بکنیم انشالله نتیجه میده. بسیار زیاد سپاسگزار دانستم از وقتی که ما یک دار سپاس خدا بهان سپاس از شما دکتر صاحب. بازم انشالله که به صبح شما را زحمت میتونم میفهم کمیال ناوقت شوتان است و شما هنوز هم در دفتر شیشتین و با ما صحبت میکنین. خداوند هر دقیقه شما را در عبادات و حسناتتان قبول بکنه که انشاءالله قبول است، چرا نیت شما هم فی سبیل الله است، نیت ما هم فی سبیل الله است. انشاءالله که خداوند میگه ما طریق سعی بیاریم به جای لیس للانسان الا ما سعی، ما بر سعی تلاش و بندگی خدا میکنیم. و گپ جناب علامه صاحب که این مثل اون موس که مورچه های بساب دانه های ریگه گرفتن در دان خود و پیش روی سیلاب مدهش از جهالت، از ظلم، از ستم، از به بساب از همه چیزی که به وطن ما روان است، ما ایر میپرتیم و ای سیلا و میخواییم بند بسازیم. انشاءالله که خداوند امرای ما است. یک جهان ممنون بر شما، شب راحت میخواییم و بیننده های عزیز تقاضا میکنم که انشاءالله که دست تعاون دراز بکنن و کمک کنن ایتو پروژه های خیره. از توجه شما بیننده های عزیز سپاسگزار هستم و دعا میکنم که یا وهاب الملک القدوس با آن خوشحالی که به زمان با نازل شدن طوفان رحمت، طوفان غضب در زمان نوح علیه السلام نصیب شیاطین به سر غرق شدن بشر و بشریت جهان ما گردید، الهی برعکس از طوفان رحمت، محبت، صفاییت، یکرنگی، وحدت و عدالت و در قلبهای ما و تمامی ملت مظلوم افغانستان و جهان اسلام نازل بفرما تا ما بتانیم به پای خود استاد شویم و ایتو پروژه های خیره کمک کنیم. و به حرمت اسمائک المخزون المکنون جلیل جل عظیم العظم که اننا مغلوب فانتصر بعزک و جلالک یا قدوس المقدس و اتجل بقبولها یا قاضی الحاجات. الهی نصرت به تیو کسایی را که ناصرین دین نبی کریم صلی الله علیه وسلم هستن، به جان و مال و زبان خدمت میکنن. الهی ما را از جمله بگردان، ما را وسیله خسران و ذلت دین مقدس اسلام و امت اسلام نگردان، بلکه ما را وسیله هدایت رحمانی شان قرار بده. و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. روز روزگار بر شما خوش، هر جای که هستین در حفظ امان پروردگار باشین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سپاسگزارم.